کتاب مدیریت ارتباطات، نویسنده جان سی مکسول، مترجم سعید گل محمدی، ناشر نسل نواندیش، با صدای احسان جعفری. فصل اول، چرا ارتباطات برای کسب موفقیت مهم است؟ در اوایل دهه 1960 مایکل دیور، مردی جوان و علاقمند به فعالیت‌های سیاسی، در جستجوی فردی بود که راهنماییش کند. شخصی که او یافت کسی نبود جز سیاستمداری با سابقه هنرپیشگی به نام رونالد ریگان. در سال 1966 ریگان فرماندار کالیفرنیا بود و این سمت را در طول دو دوره از سال 1967 تا 1975 حفظ کرده بود. در این مدت دیور مسئول ستاد ریگان بود، مقامی که همچنان در زمان انتخاب ریگان به عنوان 40مین رئیس جمهور آمریکا نیز آن را حفظ کرد. دیور همواره مردی را که با او همکاری 30 ساله داشت به خاطر عشق او به وطن و دانستنی‌هایش و مهارت او در ارتباطات و صداقتش می‌ستود. از این رو می‌گوید ریگان یکی از خجالتی ترین افرادی بود که تا کنون دیدم. با وجود این شاید بارزترین ویژگی او توانایی در برقراری ارتباطات با مردم است. خواه آن فرد رئیس باشد یا یک کارگر یا خبرنگاری سمج از یک روزنامه. زمانی که از دیور میپرسند نحوه برخورد ریگان با خبرنگاران و روزنامه نگاران چگونه بود، پاسخ میدهد ریگان در همه حال مردم را دوست داشت و برایش فرقی نمیکرد که آنها عضوی از جامعه خبرنگاران باشند یا فردی معمولی و شهروندی ساده. اغلب خبرنگاران با شیوه و سیاست ریگان موافق نبودند، اما شخصیت او را میستودند. ریگان بخشی از این مهارت را از توانایی خود در بیان به دست آورده که حاصل فعالیتش در هالیوود بود. نحوه ارتباط او با دیگران به دلیل سفرهایش به سرتاسر کشور و سخنرانی‌های مکررش قوی‌تر شکل گرفت. به گفته او، ریگان قادر بود با هر کس به راحتی دوست شود و این حس را به او القا کند که بهترین دوست اوست، حتی اگر او را از قبل ندیده باشد. اما در این بین، ارتباط با افراد نزدیک و نحوه برقراری آن از همه چیز مهم‌تر بود. او به افرادی که در تیمش فعال بودن به راستی اهمیت میداد و برایش مهم بودن. از نظر او همه افراد بسته به مسئولیت خود از مسئول ستاد گرفته تا باغبان یا منشی مهمن و با همه یکسان برخورد میکرد. در این بین دیور خاطره ای از دوره ارتباطش با ریگان تعریف میکنه. در سال 1975 ریگان برای گروهی از شکارچیان در سان فرانسیسکو سخنرانی کرد و سازمان آنها یک مجسمه کوچک شیر برنز به رسم یادگار به او اهدا کرد. به گفته دیور این هدیه بسیار تحسین برانگیز و او به ریگان از زیبایی مجسمه گفته بود. 10 سال بعد زمانی که دیور تصمیم گرفت که به همکاریش با رئیس جمهور ریگان خاتمه دهد و به همین منظور استعفانامه خود را تقدیم رئیس جمهور نمود، ریگان از او خواست فردا صبح به دفتر کارش برود. با ورود دیور به دفتر کار ریگان، وی از جای خود برخاست تا خوش آمد بگوید و ابراز داشت: مایک، تمام شب فکرم مشغول بود که چه هدیه‌ای به تو بدهم تا یادآور روزهای خوش با هم بودنمان باشه. سپس برگشت و چیزی را از روی میز برداشت و اشک ریزان گفت: تا جایی که به خاطر دارم این هدیه رو دوست داشتی و مجسمه شیر برنزی را تقدیم من کرد. حالان که کاملا شوکه بودم و هرگز فکر نمی کردم که این خاطره پس از گذشت سالها هنوز در ذهن ریگان باقی مانده باشه. آن مجسمه شیر مایه افتخار من بوده و جایگاهی خاص در خانه‌ام دارد. ارتباطات مستحکم. همه به نوعی علاقه من به برقراری ارتباط با ریگان بودن، چرا که او مردم را دوست داشت و برایشان ارزش قائل بود و به اعتقاد وی ارتباطات همچون چسب اعضای یک تیم را در کنار یکدیگر نگه می‌دارد و هرچه این ارتباط محکم‌تر باشد تیم یکپارچه‌تر است. تمام کارهایی که شما انجام می‌دهید به نوعی به کار گروهی وابسته است. مهم نیست رهبر باشید یا پیرو، مربی یا بازیکن، معلم یا دانش آموز، ولی یا فرزند، مدیر عامل یا کارمند خیریه. به هر حال شما در اجتماع و جزئی از آن هستید و باید با آن در ارتباط باشی. حال پرسش این است که آیا در ارتباطتان با دیگران موفق هستید؟ بهترین روش رهبری یک تیم به نحوه برخورد با اعضای آن تیم بستگی دارد. برای سنجش استحکام روابط خود با دیگران این 5 ویژگی را مد نظر داشته باشید. 1. احترام.
اولین گزینه در برقراری ارتباط احترام متقابل است که گویای محترم شمردن عزت نفس اشخاص است. لس گیبلین، نویسنده و متخصص در امور روابط انسانی، میگوید شما نمیتوانید باعث شوید که شخص دیگری فکر کند در نظر شما مهم است، در حالی که در درون خود اعتقاد دارید که او بی ارزش است. لازم است احترام به دیگران را سلوحه ارتباط قرار دهید، زیرا شما با یک انسان در تعامل هستید و او احساساتتان را درک می‌کند. حتی قبل از اینکه آنها کاری در خور احترام انجام دهند، در این بین باید توجه کنید که خود شما نیز همواره در جستجوی کسب احترام از دیگران هستید. 2. تجربه های مشترک. احترام می‌تواند یک ارتباط خوب را پیریزی کند، اما برای ایجاد یک ارتباط قوی‌تر به خودی خود کافی نیست. شما نمی توانید با کسی که به درستی نمی شناسید ارتباطی مناسب برقرار کنید، چرا که ارتباط با وی مستلزم تبادل تجربیات در طول زمان است و این تجربه ها به راحتی به دست نمی آید. برای مثال، وقتی از برایان بلیک، مربی تیم فوتبال آمریکایی بالتیمور ریونز، پس از کسب جام قهرمانی 2001 درباره میزان احتمال قهرمانی در فصل بعد پرسیدند، وی گفت پاسخ به این پرسش بسیار مشکل است، چرا که هر سال 20 تا 25 درصد از اعضای تیم تغییر می‌کنند و بازیکنان جدید تجربه مشترک لازم برای موفقیت با تیم را ندارند، تجربیاتی که برای کسب موفقیت تیم ضروری است. 3. اعتماد. زمانی که به کسی احترام می‌گذارید و مدتی را با او در جهت کسب تجربیات مشترک سپری می‌کنید، در حقیقت در فرد مقابل حس اعتماد و اطمینان را که اساسی‌ترین گزینه در برقراری ارتباط خوب بین دو نفر است، پایه‌گذاری می‌کنید. به گفته شاعر اسکاتلندی جورج مکدونالد، اعتماد به افراد از دوست داشتن آنها ارزنده‌تر است. بدون اعتماد هیچ ارتباطی تداوم ندارد. 4. ارتباط دو طرفه. ارتباطات یک طرفه فردی دوامی ندارد. وقتی در یک ارتباط یک طرف دهنده و دیگری همواره دریافت کننده باشد، این رابطه تداوم نخواهد یافت و سرانجام از بین می رود. این قاعده در همه ارتباطات از جمله ارتباطات گروهی مصداق دارد. برای بهبود ارتباطات همواره فرد باید بخشش و دریافت را کنار هم داشته باشد. از همتیمی‌ها، همکاران و دوستانتان درباره آرزوها و خواسته‌ها و اهدافشان سوال کنید و به آنها توجه داشته باشید و نشان دهید برایتان مهمند. لازمه شروع ارتباطات احترام و توجه به عزت نفس افراد است. 5. لذت مشترک. زمانی که ارتباطات رشد کرده و مستحکم شد، افراد از باهم بودن لذت میبرند. تنها تجربه باهم بودن است که موجب میشود کارهای ناخوشایند به تجربیاتی مثبت و خوب در زندگی منجر شود. شما در ارتباط خود با دیگران چگونه عمل میکنید؟ آیا زمان و انرژی خود را صرف استحکام آن میکنید؟ یا به قدری بر نتیجه تمرکز میکنید که وجود دیگران را نادیده گرفته و آنها را دست به سر میکنید؟ اگر جزء دسته دوم هستید، اینک به گفته جورج کنزل و ادوارد دیر در کتاب صعود از نردبان مدیریت بیندیشید. در ارتباطات صرف زمان و انرژی خود جهت شناخت افراد از هر گزینه دیگری مهمتر است و هیچ فرایندی مانند این در رسیدن شما به هدف مورد نظرتان که همانا حس رضایت و خوشنودی است مؤثر نخواهد. و در آخر، تبدیل شدن به فردی با روابط عمومی بالا برای شما موفقیت‌های فردی و تیمی چشمگیری را به ارمغان خواهد آورد. پایان فصل اول. فصل دوم. به چه اطلاعاتی درباره دیگران نیاز داریم؟ مردم اهمیت نمی‌دهند که چقدر درباره آنها می‌دانند، مگر آنکه بدانند چقدر به آنها اهمیت می‌دهند. اگر به کسب موفقیت علاقه‌مندید تا بر پیرامون خود اثری مثبت بگذارید، به همدردی با دیگران نیاز دارید و لازم است آنها را درک کنید. درک دیگران این امکان را به شما می‌دهد که نه تنها در کسب و کار، بلکه در تمام جوانب زندگی تأثیرگذار باشید.
برای مثال درک مادری که کودکی خردسال دارد این گونه کارساز است که او میگوید برای بردن زباله ها کودک 4 ساله ام را تنها در منزل گذاشتم، اما هنگام بازگشت هر کار کردم در ورودی باز نشد. میدانستم چنانچه بخواهم به کمک کودکم در را باز کنم زمان زیادی را از دست خواهم داد. از این رو با صدای غمگین گفتم وای چقدر بد، تو خودت رو در خانه زندانی کردی. و در همان لحظه در باز شد. درک موقعیت دیگران بر نحوه برقراری ارتباط با آنها مؤثر است. گرز حال دل خبر داری بگو، بر نشانی مختصر داری بگو. دیوید برند روانشناس و استاد دانشگاه پنسیلوانیا میگوید هنگام گفتگو با دیگران و برقراری ارتباط با آنها بزرگترین اشتباه آن است که اولین تلاشمان ابراز عقیده خود و بیان احساسات ما باشد، چرا که اغلب مردم دوست دارند به حرفایشان گوش سپرده شود و مورد احترام واقع شده و درک شود. همین که احساس کنند مورد توجهند و درک میشوند، آنها نیز به درک شما و عقاید و احساساتتان علاقمند خواهند شد. اگر بیاموزید که مردم را درک کنید، اینکه چگونه فکر میکنند، چه چیزهایی را احساس میکنند، چه چیزهایی آنها را تشویق میکنند، چگونه در شرایط مختلف کنش کرده یا واکنش نشان میدهند، آنگاه قادر خواهید بود در آنها ایجاد انگیزه کنید و روی آنها تأثیر مثبت بگذارید. چرا مردم در درک یکدیگر موفق نیستند؟ یکی از دلایل اصلی وجود تنش در جوامع امروز عدم درک یکدیگر است. زمانی که از وکیلی شنیدم که میگفت نیمی از درگیری‌ها و مجادلات روزمره بین مردم حاصل عدم درک یکدیگر است، نه اختلاف سلیقه یا عدم توافق با هم. اگر می توانستیم سوء تفاهم ها رو کم کنیم، دیگر دادگاه ها اینقدر شلوغ نبود، میزان جرم و جنایت های خشونتبار کمتر بود و آمار طلاق و استرسی که بیشتر مردم هر روز تجربه می کنن به شدت کاهش می یافت. اگر درک متقابل ارزشمند و با اهمیت است، پس چرا بیشتر مردم نیاز به آنها را حس نکرده و در پی آن نیستند؟ در این میان دلایل فراوانی وجود دارد. ترس. به گفته ویلیام پن، وقتی افراد اطرافیان را درست درک نمی کنند بیمناک می شوند و وقتی که بترسند کمتر سعی می کنند در درک بیشتر افراد ترسشان را نادیده بگیرند و در واقع در یک دور باطل می افتند. حالان که بیشتر مردم دقیقا مخالف گفته ویلیام پن عمل می کنند. به ضد یا نفع چیزی که آن را درست نمی شناسی موضع‌گیری نکن. متاسفانه این نوع ترس در محل کار در ارتباط بین کارمند و رئیس کاملا مشهود است. در صورتی که در محیط‌های کاری سالم و به دور از استرس و ترس، زمانی که افراد به یکدیگر فرصت مناسب برای ابراز وجود می‌دهند و به جای ترس از هم یکدیگر را درک می‌کنند، می‌توانند با رویکردی مثبت کار کنند. در این میان، بزرگی نیز می‌گوید وقتی که ما نقطه نظرات طرف مقابل را درک کنیم که او قصد دارد چه کاری را انجام دهد، در می‌یابیم که 90% مواقع او سعی دارد کار درستی را انجام دهد. خودمحوری. بیشتر مواقع در صورت عدم ترس، خودمحوری علت اصلی عدم درک متقابل است. این گونه مواقع قصد افراد خودمحوری نیست، بلکه این خصلت در طبیعت و سرشت آنان نهادینه شده که ابتدا به علایق و خواسته های خود توجه کنند. اگر علاقمندید مثالی از این امر را ببینید، با کودکی 2 ساله بازی کنید. بدیهی است که او همه اسباب بازی های خوبش را برای خود برداشته و به این کار اصرار دارد. یکی از روش های غلبه بر حس خودمحوری تلاش برای ارزیابی مسائل از نقطه نظر و دیدگاه طرف مقابل است. آرت مورتل، نویسنده کتاب فروش در سطح جهانی، در گفتگو با جمعی از فروشندگان درباره تجربه خود چنین میگوید: زمانی که در بازی شطرنج در حال باخت هستم، مرتب بلند شده و میکوشم صحنه بازی را از دید رقیبم نگاه کنم و با این شیوه به اشتباهاتم پی میبرم، چون از دیدگاه او به حرکات احمقانه‌ام نگاه میکنم. چالش پیش روی یک فروشنده نیز این است که بتواند دنیا را از دید مشتری خود نگاه کند. همه ما باید صرف نظر از اینکه صاحب چه شغل و منصبی هستیم، این شیوه را مد نظر داشته باشیم. عبارات زیر و یادآوری آنها موجب می شود اولویت‌های تعامل با دیگران را فراموش نکنیم. درس‌های کوتاه در روابط انسان. کم اهمیت‌ترین کلمه من. مهمترین کلمه ما. دو کلمه بسیار ارزشمند. ازت متشکرم. 3 کلمه بسیار مهم. همه را بخشیدم. 4 کلمه پر اهمیت. شما چه نظری دارید؟ 5 کلمه ارزشمند.
کارتان را خوب انجام داده اید. 6 کلمه بسیار مهم. علاقمندم شما را بهتر درک کنم. شکست و ناکامی در درک تفاوت‌ها. پس از غلبه بر خودمحوری، گام بعدی تشخیص توانایی‌های منحصر به فرد افراد و احترام گذاشتن به آنهاست. به جای اینکه افراد مطابق سلیقه شما باشند تا آنها را دوست بدارید، بکوشید به تفاوت‌ها احترام بگذارید. باید برایتان جالب باشد اگر کسی از استعدادی برخوردار است که شما از آن برخوردار نیستید، چرا که هر دو با هم می‌توانید با تکمیل ضعف‌های یکدیگر قدرتی شگرف بیافرید. اگر طرف مقابلتان متعلق به فرهنگی دیگر است، آنچه را نمی‌دانید از او بیاموزید. این اطلاعات جدید به شما توانایی می‌دهد که نه تنها با او، بلکه با دیگران نیز ارتباط بهتری برقرار کنید. زمانی که جوزف بک ریاست شرکت کلنلی را بر عهده داشت، صادقانه ابراز کرد: افراد مختلف انگیزه های گوناگون دارند. برای مثال، یک مربی بسکتبال خوب می داند چه هنگام باید به بازیکنش تلنگری بزند. تفاوت مهم در آن است که همه بازیکنان به تشویق و فقط بعضی از آنها به گوشمالی نیاز دارند. عدم شناسایی شباهت ها. هر کدام از ما نسبت به آنچه پیرامونمان رخ می‌دهند، واکنش‌های احساسی مختص به خود را داریم. برای درک بهتر، باید خود را جای طرف مقابل گذاشته و آن لحظه احساس او را تجربه کنید. آن وقت در می‌یابید که دوست دارید در آن لحظه چه اتفاقی رخ بدهد. البته گاه ممکن است طرف مقابل نیز حسی مشابه با شما را داشته باشد. اگر با هر کسی که ملاقات می‌کنید طوری برخورد کنید که گویی مهمترین فرد روی زمین است، در حقیقت به او احساس ارزشمند بودن را القا کردید. چیزهایی که هر کس باید درباره دیگران بداند. دانستن اینکه افراد چه چیزهایی نیاز دارند یا می‌خواهند کلید درک آنان است. اگر بتوانید آنها را درک کنید، بر آنها اثر گذاشته و می‌توانید در زندگیشان تأثیری مثبت بگذارید. آنچه را از درک انسان‌ها می‌دانم می‌توان در قالب فهرست زیر جمع‌بندی کرد. 1. هر کس دوست دارد برای خود کسی باشد. هیچ کس در دنیا وجود ندارد که نخواهد در زندگیش کسی باشد، بلکه از سر جاه طلبی میخواهد در نظر دیگران بزرگ جلوه کند. اولین باری که این احساسات به گونه قوی در من بروز یافت به یاد میآورم. آن موقع کلاس چهارم بودم و نخستین بار بود که به تماشای مسابقه بسکتبال میرفت. همراه با دوستانم در بالکن ایستاده بودم. چیزی که اکنون به خاطر دارم مسابقه نیست، بلکه مراسم اعلام نام بازیکنانی است که مسابقه را شروع کرد. چراغ‌ها خاموش شد و گوینده زیر نورافکن‌ها نام تک تک بازیکنان را اعلام می‌کرد و آنان در میان تشویق و هیاهوی تماشاگران به میانه زمین می‌دویدند. آن روز من به عنوان یک دانش آموز کلاس چهارمی به خود گفتم چقدر دوست دارم جای آنها باشم. زمانی که معرفی بازیکنان به پایان رسید، من به دوستم بابی ویلسون نگاه کردم و گفتم زمانی که دبیرستانی شدم اسم مرا به عنوان بازیکن اعلام کن و من با تشویق مردم زیر نور به میان زمین میام. مردم برایم هورا میکشند چون برای خودم کسی هست. آن شب وقتی به خانه رسیدم به پدرم گفتم میخواهم بازیکن بسکتبال شوم. پدرم خیلی زود برایم یک توپ بسکتبال اسپالدینگ خرید و در پارکینگ منزل یک سبد بسکتبال نصب کرد. زمانی که برف میبارید آنها را از جلوی پارکینگ پارو میکردم و به تمرین بسکتبال و پرتابهای آزاد مشغول میشدم، چرا که رویایم این بود که برای خودم کسی شدم. جالب است بدانید که یک رویا چقدر در به واقعیت پیوستن جریان زندگی مؤثر است. کلاس ششم بودم که در مسابقات بسکتبال بین مدارس شرکت کردم. تیم ما چند بازی را برد. بنابراین این شانس را پیدا کردیم که برای تمرین به ورزشگاه شهر سرکویل در اوهایو برویم. همان ورزشگاهی که وقتی کلاس چهارم بودم به تماشای آن مسابقه رفته بودم. وقتی به آنجا رسیدم به جای آن که مانند سایر بازیکنان خود را جرم کنم، به سمت نیمکتی رفتم که 2 سال پیش بازیکنان آنجا نشسته بودند. همانجا نشستم و چشمانم را بستم و مجسم کردم چراغ‌ها خاموش شدند. و شنیدم نامم از بلندگو اعلام می‌شود و من به میانه سالن می‌دوم. احساس تشویق و هیاهوی تماشاچیان به قدری برایم لذت بخش بود که تصمیم گرفتم دوباره آن را تکرار کنم و همین کار را کردم. آن را 3 بار تکرار کردم که ناگهان متوجه شدم دوستانم به جای گرم کردن با ناباوری به من نگاه می‌کنند. اما برایم مهم نبود، چرا که من به رویایم که سالها در ذهن پرورانده بودم نزدیکتر شده بود.
همه دوست دارن مورد توجه و ارزشمند باشن. به بیان دیگر همه دوست دارن کسی باشن. اگر به این موضوع باور داشته باشید، بینشی باور نکردنی در مورد علت کارهایی که افراد انجام میدهن به دست خواهید آورد. اگر با هر کسی که ملاقات میکنید طوری برخورد کنید که گویی مهمترین فرد جهان است، در واقع این حس را به او میدهید که برای شما کسی است. 2. برای کسی اهمیت ندارد که شما چقدر میدارد. مهم آن است که بداند چقدر به او اهمیت میدهید. همین که افراد بفهمند برای شما مهمند و شما به آنها اهمیت میدهید، نظر و احساساتشان نسبت به شما تغییر میکند. البته نشان دادن این که برای افراد اهمیت قائلید همیشه هم آسان نیست. دیگران سازنده بهترین زمانها و ارزشمندترین خاطرات شما هستند، همان گونه که عامل سخت‌ترین، دردناک‌ترین و غمناک‌ترین آنها نیز به شما می‌آید. دیگران بزرگترین ثروت و در عین حال بزرگترین فقر را به شما می‌دهند. در این میان مهمترین چیز آن است که بدون توجه به سایر مسائل همیشه برای آنها ارزش قائل شوید. من به یک طرز فکر روشنبینانه با عنوان فرمانهای رهبری به ظاهر متناقض رسیدم که بیانگر این امر است: بیشتر مردم غیر منطقی، غیر معقول و خودمحورانه رفتار میکنند، اما در هر حال آنها را دوست بدار. اینک به جمله های پیش رو توجه کنید. اگر کارهایت را به خوبی انجام دهی، ممکن است تو را به ریاکاری متهم کنند، اما در هر حال تو کارت را درست انجام بده. اگر فرد موفقی باشی، دوستانی دروغین و دشمنانی راستین خواهی یافت، اما در هر حال موفق باش. ممکن است کار خوبی که امروز انجامش می‌دهی فردا فراموش شود، اما در هر حال تو کار خوب را انجام بده. ممکن است صداقت و راستی موجب آسیب تو شود، اما در هر حال راستگو و صریح باش. ممکن است بزرگترین مردان با بهترین اندیشه ها را افرادی کوچک و حقیر و با عقیده پست سرنگون کنند، با وجود این در هر صورت بزرگ بیندش. مردم از تازه واردها استقبال می کنند، اما همچنان دنبال روی قدیمی ها هست. با وجود این هر چند وقت یک بار مثل یک تازه وارد عمل کن. ممکن است آنچه را سالها زمان صرف ساختنش کرده ای یک شبه خراب شود. با این وجود در هر شرایطی به ساختن آن بپرداز. مردم واقعا به کمک نیاز دارند، اما ممکن است پس از این که کمکشان کردی به تو حمله کنند. با وجود این تو به آنها همواره کمک کن. آنچه برایت ارزشمند است به دنیا هدیه می کنی و در عوض لگدی دریافت می کنی. با وجود این بهترین چیزهایی را که داری ببخش. زمانی که عالی بودن ممکن است، خوب بودن هرگز کافی نیست. این راه صحیح برخورد با مردم است، چرا که شما هرگز نمی دانید کدام یک از افراد مؤثر در زندگیتان برخواهد خواست و تغییری در زندگی شما و دیگران ایجاد خواهد کرد. 3. همگان به کسی نیازمندند. برخلاف باور عموم، واژه‌ای به نام مرد یا زن خودساخته وجود ندارد. همه افراد نیازمند دوستی، تشویق و کمک به یکدیگر هستند. آنچه انسان‌ها به تنهایی به دست می‌آورند، در مقابل آنچه با همراهی و همدلی یکدیگر کسب می‌کنند، بسیار کم و ناچیز است. در ضمن، کارهایی که با همراهی دیگران انجام می شوند احساس رضایت خاصی نیز به دنبال دارند، چرا که تکروها بیشتر مواقع افرادی شادمان نیستند. حضرت سلیمان برای قوم بنی اسرائیل ارزش کار گروهی را اینگونه بیان کرد: دو نفر بهتر از یکی است، چرا که دو نفر نتیجه بهتری از کارشان می گیرند. اگر یکی از آنها بر زمین بیفتد، دوستش می تواند او را در برخاستن کمک کند. اما به حال کسی افسوس بخورید که بر زمین می افتد و هیچ کس نیز نباشد تا او را یاری کند. همچنین اگر دو نفر در کنار هم بخوابند گرم می مانند، اما یک نفر چگونه به تنهایی خود را گرم نگه دارد؟ اگرچه ممکن است یک نفر بسیار نیرومند باشد، دو نفر می توانند در مقابل او مقاومت کنند. سه شاخه در کنار هم به راحتی شکسته نخواهند شد. همگان به کسی نیاز دارند که کنارشان باشند و یاریشان دهند، و چنانچه با درک این موضوع به کسی قصد کمک داشته باشید و نیت شما همدلی باشد، زندگی خود و نیز آنان را تغییر خواهید داد. 4. همه می توانند کسی باشند به شرط آنکه کسی آنها را درک و باور کند.
اگر به کسی باور داشته و درکش کنید، او به جایی میرسد و کسی میشود و برای این کار به زحمت زیادی نیاز نیست. کارهای کوچکی که در زمان مناسب با قصد و نیت مثبت انجام میشود، موجب تغییراتی بزرگ در زندگی خود و دیگران میشود. آخرین بار که کاری خاص انجام دادید تا طرف مقابلتان احساس زیبا را تجربه کند، چه زمانی بوده است؟ هزینه مورد نیاز برای این کار نسبت به نتیجه‌اش بسیار ناچیز است. همه کسانی که میشناسید و همه کسانی که ملاقات میکنید و با آنها در ارتباط هستید برای تبدیل شدن به شخصی مهم در زندگی دیگران توانایی بالایی دارند. تمام چیزی که به آن نیاز دارند تشویق شما و ایجاد انگیزه در جهت رسیدن به توان بالقوه‌شان است. هیچگاه احساس کسی را دست کم نگیرید، چون نمیدانید برای ابراز آن به شما چقدر شهامت به خرج داده است. 5. کمک به یک نفر فقط او را تحت تأثیر قرار نمی دهد، بلکه اثری فراگیر دارد. نکته آخری که باید درباره درک طرف مقابل بدانید این است که وقتی به کسی کمک می کنید، در حقیقت روی افراد بسیاری اثرگذار بود. محبتی که به کسی ارزانی می دارید در واقع در زندگی انسانهای بسیاری جریان پیدا می کند. این گونه تأثیر و نفوذها به طور طبیعی به صورت تصاعدی افزایش می یابد. حتی خود شما نیز تحت تأثیر قرار می گیرید، چون وقتی به دیگران کمک می کنید و نیتتان خوب است، بیش از آنچه که داده اید دریافت خواهید کرد. بیشتر مردم چنان خالصانه از افرادی که به آنها حس خوبی بخشیدن قدردانی می کنند که باور کردنی نیست. دیگران را درک کنید. در آخر، درک دیگران یک انتخاب است. درست است که بعضی از افراد از توانایی درک احساس یا فکر دیگران برخوردارند. حتی اگر شما به طور غریزی این گونه نباشید، می توانید قابلیت حس همکاری و همدلی با دیگران را در خود پرورش دهید. همه افراد قادرند دیگران را درک کنند و در آنها انگیزه ایجاد کنند و دست آخر آنان را تحت تأثیر قرار بدهند. پایان فصل 2. فصل 3. چگونه مشوق دیگران باشیم؟ اگر افراد را پیش از نشان دادن توانایی خود باور کنیم، در آنها ایجاد انگیزه نموده و در دستیابی به توانایی هایشان یاریگر هستیم. همه تشویق شدن را دوست دارند. زمانی که زمین افتادن، تشویق موجب ایستادن آنها و زمانی که دل سرد شدن موجب دلگرمیشان می شود. یک مشوق خوب باید مردم را به بهترین ها فرا خواند و آنها را باور کند. در حقیقت اطمینان به مردم اساس برقراری ارتباط مثبت و حفظ آن است که در دنیای امروز ما کمیاب و نادر است. اینک به 4 حقیقتی که درباره ایمان به انسانها وجود دارد نگاهی بیندازیم. 1. بیشتر مردم به خود ایمان ندارند. چند وقت پیش داستانی از سری داستانهای مصور جف مکنلی می‌خواندم. شخصیت اصلی آن شو یک ویراستار بد اخلاق روزنامه بود که در محل پرتاب توپ بیسبال ایستاده بود. بازیکنی که باید توپ را از او دریافت کند به او میگوید به پرتاب بلندت ایمان داشته باش. کمی بعد شو میگوید گفتن این حرف برای اون راحته، اما وقتی کار به ایمان داشتن به خودم میرسه یک کافر مطلق میشه. آنچه انسانهای امروز تجربه میکنن همین است. آنها در باور خود به مشکل دچارند و میپندارن موفق نخواهند شد. حتی اگر در انتها تونل نوری ببینند، فکر میکنند به یقین یک قطار است که به طرف آنها میآید، نه نوری به سوی روشنایی و نجات. آنها در قبول هر مسئولیتی همیشه مشکلات را میبینند، اما در حقیقت مشکلات به ندرت موجب شکست میشوند. حالان که اغلب عدم ایمان به خود سرچشمه شکست است. با کمی اعتماد به نفس و ایمان به خود میتوان دست به کارهای خارق العاده زد، در حالی که بدون این عامل اوقاتی بسیار سخت را خواهند گذراند. 2. اغلب افراد کسانی را که با آنها ایمان داشته باشند در کنار خود ندارند. جیمز کلر در کتاب فقط برای امروز داستانی را نقل می‌کند. گلفروشی دورگرد کسب و کارش کساد بود. ناگهان ایده‌ای به ذهنش خطور کرد. او تابلوی کنارش نصب کرد که بر آن نوشته بود این گل یاس در طول روز به شما احساس با ارزش بودن می بخشد. تنها در ازای مبلغ 10 سنت. با این کار فروش از زیاد شد. در جامعه امروز ما اغلب مردم احساس تنهایی می کنند. آن احساس قوی اجتماعی بودن که انسانها از آن لذت می برند به ندرت بین مردم دیده می شود. و اغلب افراد از حمایت خانواده‌ای که 30 یا 40 سال پیش پشتوانه محکمی برای فرد بودن برخوردار نیستند.
برای مثال به گفته بیل گلاس، والدین 90% از زندانیان هنگام رشدشان به آنها گفته بودند که تو روزی به زندان خواهی افتاد. برخی از والدین به جای اینکه به فرزندان خود بیاموزند که چگونه به خود اطمینان داشته باشند و عزت نفس آنها را بالا ببرند، روح آنها را تخریب می‌کنند. از نظر اغلب مردم، حتی نزدیکترین کسان آنها هم باورشان نداشتند و از آنها حمایت نمی‌کنند. پس جای شگفتی نیست که حتی چیزی به کوچکی یک شاخ گل نیز بتواند به عنوان یک وسیله روحی بخش رویکرد فرد را نسبت به روزی که در پیش دارد تغییر دهد. 3. اغلب افراد متوجه می شوند چه کسانی به آنها ایمان دارند. مردم به خوبی تشخیص می دهند که افراد چه هنگام به آنها ایمان دارند و حتی می فهمند که اعتماد و ایمانشان واقعی است یا ساختگی. و در واقع ایمان داشتن به یک فرد می تواند زندگی او را تغییر دهد. رابرت شولر، یکی از مبلغان مذهبی، در کتاب خود با عنوان حرکت به جلو با تفکر درباره آنکه چگونه واقعی در کودک زندگیش را تحت تاثیر قرار می دهد، داستانی جالب بیان می کند. این واقعه هنگامی رخ داد که عمویش ایمان خود را به او از طریق سخنان و اعمالش نشان داد. اتومبیل او از پشت نرده‌های رنگ نشده گذشت و در انبوهی از گرد و غبار تابستانی جلوی در ورودی ایستاد. من با پاهای برهنه دویدم و عمویم را تماشا می‌کردم که از اتومبیل خود خارج می‌شد. او بلندقد، خوش‌تیپ و به طور باور نکردنی سرزنده و پر انرژی. پس از سال‌ها زندگی در کشور چین آمده بود تا از مزرعه مادر آیوا دیدن کند. او به طرف در ورودی دوید و مرا که 4 سال بیش نداشتم بغل کرد. از ته قلب میخندید و میگفت فکر کنم تو رابرت باشی. فکر میکنم روزی فردی بزرگ خواهی شد. آن شب من با خدای خود خلوت کردم و گفتم ای خدای عزیز، کاری کن بزرگ شوم تا به فردی دیندار تبدیل شوم. اعتقاد دارم که خداوند همان شب مرا به کسی تبدیل کرد که ایمانی راسخ احتمالات داشت و مطمئن بود هر کاری با هدف و برنامه ریزی امکان پذیر میشود. همیشه به خاطر بسپارید که هدف شما این نیست تا افراد را وادارید از شما به بزرگی یاد کنند، بلکه مهم است آنها را وادارید تا از خودشان به بزرگی یاد کنند. اگر به آنها ایمان داشته باشید، آنها همان کار را می‌کنند که شما می‌خواهید. 4. اغلب افراد هر کاری می‌کنند تا در سطح ایمانی که به آنها دارید زندگی کنند. مردم خود را بالا می‌کشند تا در سطحی قرار بگیرند که شما توقع دارید. اگر به آنها شک داشته باشید، خود را در سطحی متوسط به نمایش می‌گذارند. اما اگر به آنها ایمان و انتظار داشته باشید که خودشان را خوب نشان دهند، حد اکثر تلاش خود را می‌کنند تا بهترین باشند. با در این بین هر دو بهره کافی خواهید بود. جان اسپالدینگ این نظریه را این گونه بیان می‌کند: کسانی که به توانایی ما ایمان دارند، بیش از آن که در ما انگیزه ایجاد کنند اثر بخش هستند. آنها برای ما فضایی را به وجود می‌آورند که در آن موفقیت ساده‌تر است. چگونه به دیگران ایمان بیاوریم؟ من انسانی خوشبخت هستم، چرا که در محیطی مثبت و دلگرم کننده رشد کردم. در نتیجه به راحتی میتوانم به دیگران باور داشته باشم و آن را بیان کنم. اما به هر حال میدانم که همه در چنین محیطی بزرگ نمیشوند و اغلب افراد باید بیاموزند که چگونه به دیگران ایمان داشته باشند. برای اینکه به دیگران ایمان پیدا کنید، بکوشید از پیشنهادهای زیر بهره ببرید. باورشان کنید پیش از آن که پیروز شوند. همه قهرمانان را دوست دارند. اعتماد به افرادی که خود را ثابت کردن راحت تر است. اینکه به افراد پیش از آن که خودشان را اثبات کرده باشند ایمان داشته باشید دشوار است. اما کلید انگیزه افراد برای دستیابی به توانایی‌هایشان همین است. پیش از آن که در کاری موفق شوند، باید به آنها ایمان داشته باشید و حتی گاهی پیش از آن که آنها را ترغیب به باور خود کنید، به آنها ایمان بیاورید. در زندگی گاه افرادی را می‌بینید که دوست دارند به خودشان ایمان بیاورند، اما امید چندانی ندارند. در برخورد با آنان شعار قهرمان فرانسوی جنگ جهانی اول مارشال فردیناند را به یاد بیاورید: هیچ وضعیت دسترسی ناپذیری وجود ندارد، بلکه خود افراد هستند که موقعیت‌ها را دسترسی ناپذیر می‌پندارند. بذرهای بزرگی در وجود همه ما هست، حتی اگر این بذر در خاک مخفی باشد. اما وقتی شما به آنها ایمان بیاورید، در واقع این بذر را آبیاری کرده و باعث رویش آن می‌شوید. توانمندی افراد را تقویت کن.
بیشتر افراد به اشتباه فکر میکنن باید برای ایجاد روابطی خوب و مستحکم و مشاهده که تأثیر آن قادر به شناسایی ضعف دیگران باشن. کسانی که اینگونه عمل میکنن به افرادی نظیر لوسی، قهرمان داستان مصور بادام زمینی اثر چارلز شولز تبدیل میشن. لوسی در این داستان به چارلی بیچاره میگوید تو پرتابی هستی که هرگز وارد سبد نشده و گل نمیشود، یا حتی یک ضربه پنالتی هستی که در دقیقه 90 که به تیر دروازه برخورد میکنه و همه اش انرژی منفی و منفی و منفی. این روش به ندرت اثر مثبت در زندگی کسی دارد. بهترین شیوه برای نشان دادن ایمان ما به افراد آن است که آنها را به سوی اهدافشان برانگیزیم و روی توانمندی هایشان تمرکز کنیم. به گفته بروس بارتون، یکی از نویسندگان و مدیران سرشناس در زمینه تبلیغات، هیچ چیز عجیبی پدید نیامده مگر توسط کسانی که جرأت داشته باشند باور کنند. چیزی درون آنها برتر از شرایط معمول بوده است. با تأکید بر نقاط قوت افراد به آنها کمک می‌کنید باور کنند آنچه برای موفقیت به آن نیاز دارند در وجودشان نهفته است. اعتقاد و ایمان به افراد پیش از اثبات خود کلید اصلی انگیزش آنها برای دستیابی به توانایی‌هایشان است. آنها را برای کاری که به خوبی انجام می‌دهند تمجید کنید، چه به صورت خصوصی و چه در جمع. به آنان یادآوری کنید که چقدر به توانایی و مهارت‌هایشان اعتماد دارید و هرگاه فرصتی پیش آمد از آنها در جمع افراد خانواده و دوستان نزدیک قدردانی کنید. موفقیت‌های گذشته افراد را یادآور شوید. حتی زمانی که بر توانایی‌های افراد تأکید می‌کنید، ممکن است آنها برای اثبات ایمانشان به تشویق بیشتری نیاز داشته باشند. بنابر توصیه مریکی، پایه‌گذار شرکت لوازم آرایشی مریکی، از گردن هر کس یک تابلوی نامرئی آویزان است که می‌گوید احساس مهم بودن را در من ایجاد کنید. این پیام را هیچگاه فراموش نکنید، به ویژه زمانی که با مردم کار می‌کنید. یکی از مهمترین راه‌های کمک به مردم در این مواقع یادآوری موفقیت‌های گذشته آنان است. درگیری داوود و جالوت مثالی سنتی است که نشان می‌دهد چگونه موفقیت‌های گذشته یاریگر شخصی است که به خود ایمان دارد. شاید این داستان را از کتب مذهبی به خاطر بیاورید. یک قهرمان سمتری به نام جالوت مقابل ارتش بنی اسرائیل به مدت 40 روز ایستاد و حریف می‌طلبید و هر روز ارتش را مسخره می‌کرد. روز 40 چوپانی جوان به نام داوود به خط مقدم آمد تا برای برادران خود که در ارتش بنی اسرائیل بودند غذا بیاورد. زمانی که آنجا بود، صحنه‌هایی از تمسخر و تحقیرهای آن غول را دید و چنان به خشم آمد که به پادشاه تالوت گفت می‌خواهد به جنگ غول برود. تالوت پاسخ داد تو قادر نیستی به جنگ این مبارز بروی، زیرا یک پسر بچه هستی و جالوت از جوانی جنگجو بوده. اما داوود در پاسخ گفت خدمتگزار شما مدت هاست که از گله گوسفندان پدرش نگهداری می کند و زمانی که یک شیر یا خرس به گله حمله می کند تا گوسفندی را از آن جدا کرده و با خود ببرد به دنبال او رفته و گوسفند را نجات می دهد و زمانی که به طرف من می آید روی او پریده و با ضربه ای هلاکش می کند. این خدمتگزار هم شیر و هم خرس را از پای در آورده. خدایی که مرا از چنگال شیر و خرس نجات می دهد از چنگال این جنگجو نیز محافظت می کند. داوود به موفقیت‌های گذشته‌اش اشاره کرد و به آینده اطمینان داشت و البته زمانی که با آن غول مواجه شد او را همچون درختی بر زمین انداخت، در حالی که از هیچ سلاح دیگری به جز سنگ استفاده نکرده بود. و وقتی سر جالوت را از تن جدا کرد، هموطنانش نیز به وجد آمده و لشکر دشمن را درهم کوبید. هر کسی قادر نیست با شناسایی موفقیت‌های قبلی خود به خودش اطمینان حاصل کند. برخی به کمک نیاز دارند. اگر به آنها نشان دهید چگونه در گذشته به خوبی عمل کردند و کمکشان کنید تا ببینند چه پیروزی‌هایی در گذشته کسب کردند و عملکرد آن زمان چگونه بر موفقیت‌های اکنون اثرگذار بوده، بهتر عمل می‌کنند. هنگامی که افراد شکست را تجربه می‌کنند، به آنها اعتماد به نفس را هدیه کنید. زمانی که افراد را تشویق کرده و به آنها ایمان دارید و آنها با این ایمان که می توانند در کارهایشان موفق شوند کاری را شروع کنند، دیری نخواهد گذشت که به موقعیتی بحرانی در زندگیشان می رسند و اولین یا دومین باری که نتوانند موفق شوند دو انتخاب پیش رو خواهند داشت: تسلیم شوند یا ادامه دهند. بعضی مردم پشتکاری بالا دارند و حتی زمانی که کوچکترین روزنه امیدی نیست
دست از تلاش بر نمی دارن، اما دیگران اینقدر مصمم نیستن و با اولین مشکل جا می زنن. حتی زمانی که اشتباه می کنن نیاز است به آنها اعتماد کنید. یک راه برای انجام این کار است که مشکلات و گرفتاری های گذشته خود را با آنها در میان بگذارید. آنان اغلب فکر می کنن که اگر اکنون انسانی موفق هستید همیشه همین گونه بوده است. نمی دانن که شما هم درماندگی ها، شکست ها و ناکامی های خود را داشتید. به آنها نشان دهید که موفقیت یک سفر و یک فرایند است، نه یک مقصد. زمانی که آنها دریابند شما هم گاه شکست خورده و اکنون به موفقیت رسیده اید، به این نتیجه می رسند که شکست راهی به سوی خوشبختی و موفقیت است و این گونه اعتماد به نفس آنها بیشتر می شود. بنابراین می آموزند که مانند بیب روت قهرمان بیسبال فکر کنند که می گفت هرگز اجازه ندهید که ترس از شکست مانع پیشرفت شما در کارهایتان شود. برخی موفقیت ها را با هم تجربه کنید. دانستن این نکته که شکست بخشی از فرایند حرکت به سوی پیشرفت در زندگی است کافی نیست. افراد برای داشتن انگیزه کافی جهت موفقیت باید باور کنند که می توانند پیروز شوند. پیروزی خودش عامل انگیزه است. به گفته دیوید امبروس، رمان نویس سرشناس، انگامی که تصمیم به پیروزی بگیرید، نیمی از موفقیت را کسب کردید و اگر آرزوی پیروزی نداشته باشید، نیمی از شکست را تجربه کردید. همراهی با دیگران و کمک به آنها جهت رسیدن به پیروزی‌های بیشتر، امید به موفقیت را در آنها بیشتر می‌کند و در این میان آنها احساس خوشبختی می‌کنند و در زندگیشان اتفاقات ناممکن رخ می‌دهد. به افراد کمک کنید خود را باور کنند و به پیروزی برسند. افراد را تشویق کنید کارهایی را انجام دهند یا مسئولیت‌هایی را بپذیرند که می‌دانید به خوبی از پسشان برمی‌آید و هر آنچه برای همیاری نیاز دارند در این راه در اختیارشان بگذارید. به مرور وقتی از اعتماد به نفس کافی برخوردار شدن، به تنهایی با مسائلی بزرگتر درگیر می شوند و در آن حال می توانند با قابلیت های بالاتر به رفع مشکلات بپردازند. موفقیت های آینده را ترسیم کنید. در آزمایشی که روی موش های آزمایشگاهی انجام شد، انگیزه آنها در زندگی با شرایط مختلف ارزیابی شد. دانشمندان موشی را در ظرف آبی در تاریکی قرار دادند تا بفهمند چه زمانی دست از شنا کردن برمی‌دارد و تسلیم مرگ می‌شود و دریافتند که بیش از 3 دقیقه دوام نخواهد آورد. سپس موشی دیگر را در همان ظرف انداختند و به جای تاریکی شعاعی از نور بر ظرف تاباندند و موش با این شرایط 36 ساعت به شنا کردن ادامه داد، یعنی 700 برابر بیش از زمان تاریکی. چون موش می توانست ببیند، پس موش امیدش بیشتر. اگر این تأثیر بر حیوانات آزمایشگاهی مشاهده می شود، فکر بکنید بر انسان که قادر به استدلال نیز هست چقدر تاثیرگذار بوده است و معجزه ها خلق می کند. برخی معتقدند انسان می تواند 40 روز بدون آب و غذا و 4 دقیقه بدون هوا زندگی کند، اما فقط 4 ثانیه قادر است بدون امید به سر ببرد. هرگاه تصویری از آینده برای شخص ترسیم می کنید و موفقیت هایش را یادآور می شوید، انگیزهش بیشتر می شود و دلیلی برای رفتن به سوی پیروزی و خوشبختی می یابد. منتظر سبک جدیدی از زندگی باشید. کانراد آدنور، سیاستمدار آلمانی می گوید همه ما زیر یک آسمان زندگی می کنیم، اما افق پیش روی من یکسان نیست. هدف شما این است که با کمک به دیگران با آنها بیاموزید فراتر از مکان و شرایط کنونی خود را ببینند و رویاهای بزرگ داشته باشند. وقتی به آنها اعتماد می کنید، کمک می کنید افق دید خود را گسترش دهند و انگیزهشان برای حرکت به سوی سطح جدید زندگی بیشتر می شود. اعتماد به دیگران مستلزم خطرپذیری است، اما نتایج حاصله بسیار ارزشمندتر از آن است. رابرت لوئیس استیونسون گفته است بودن آنچه هستیم و تبدیل شدن به آنچه می توانیم باشیم تنها راه به پایان رساندن زندگی است. و در آخر، زمانی که به دیگران اعتماد می کنید، به آنها کمک می کنید به توانایی هایشان برسند و به رابطی مهم در زندگیشان تبدیل می شوید و آنها نیز همین نقش را برایتان دارند. پایان فصل 3. فصل 4. چگونه می توان با مردم ارتباط برقرار کرد؟ همیشه به خاطر بسپار که قلبت را پیش از مغزت قرار بده. من عاشق ارتباطات هستم و این جزی از خواسته ها و علایق من است. گرچه بیش از 30 سال از عمرم را صرف سخنرانی های حرفه‌ای کردم، همواره در پی راه های جهت رشد و پیشرفت در این زمینه هستم. بهترین دوستان شنونده.
بیشک نام الیزابت دال رو شنیده اید. او یک وکیل خبره و عضو مجلس صلیب سرخ است که در برقراری هر گونه ارتباطی بسیار چیره دست است. استعداد واقعی او که روزی در سانخوزه به چشم خودم دیدم این بود که به من و دیگران این حس را القا کند که به راستی دوست ماست. او مرا از حضور در آنجا خوشنود ساخت و به خوبی می دانست چگونه با مردم ارتباط برقرار کند. در سال 1996 زمانی که در اجلاس ملی حزب جمهوری خواه سخنرانی داشت این تواناییش را در تمام کشور به نمایش گذاشت. اگر او را در تلویزیون می دیدید می فهمیدید که من چه می گویم. زمانی که الیزابت دال میان تماشاگران رفت آنها این حس را داشتند که او بهترین دوستشان است و توانسته بود ارتباطی جالب با آنها برقرار کند. حتی من که روی صندلی جلوی تلویزیون نشسته بودم می توانستم این احساس را درک کنم. زمانی که سخنانش پایان یافت حاضر بودم به پیروی از او هر کجا که او می گفت بروم. باب هرگز ارتباط برقرار نکرد. علاوه بر الیزابت، باب همسر الیزابت هم به عنوان نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری در آن شب سخنرانی کرد. هر کس که آن شب آن سخنرانی ها را می دید می توانست اختلاف بین دو سخنران و در مهارت ارتباطی آنها بفهمد. هر چقدر الیزابت گرم و قابل دسترس به نظر می رسید باب سرد و دور از دسترس بود. به نظر می رسید باب هرگز نتوانسته بود در طول انتخابات با مردم ارتباط برقرار کند. بسیاری از عوامل بر نتیجه انتخابات اثرگذار است، اما یک عامل مهم توانایی کاندیداها در برقراری ارتباط با مخاطبانشان است. انتخابات سال 1980 ارتباط نزدیک کندی با مخاطبان تلویزیونی خود بود. همین ارتباط در موفقیت رونالد ریگان نیز اثرگذار بود و در سال 1992 بیل کلینتون با تلاش بسیار می‌خواست ارتباط خوبی با مردم آمریکا برقرار کند. از این رو در برنامه‌ای در تلویزیون به نام آرسینو برای بینندگان خود قطعه موسیقی نواخت. شما قادر نخواهید بود مردم را به حرکت وادارید مگر آنکه ابتدا عواطف آنها را بیدار کند. قلب همیشه مهمتر از مغز است. من معتقدم که باب دال مرد خوبی است و در ضمن می‌دانم که او هرگز نتوانست با مردم ارتباط برقرار کند. جالب است بدانید که بعد از انتخابات ریاست جمهوری او در برنامه زنده‌ای که در شب‌های شنبه که در تمام دوران انتخابات مسخره‌اش می‌کرد و او را فردی خشک و دور از دسترس یاد می‌کرد حاضر شد. در این برنامه دال به عنوان فرد خونسرد و شوخ‌طبع ظاهر شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت و سرانجام با آنها ارتباط برقرار کرد. احساسات قلبی در اولویت قرار دارد. شما پیش از این که از کمک یک نفر بهره‌مند شوید باید روی قلب او تأثیر بگذارید. همه کسانی که در ارتباط با دیگران موفق هستند معتقدند که این یک واقعیت است و باید به آن عمل کرد. شما نمی توانید کسی را وادار به انجام کاری کنید مگر از طریق عواطفش، زیرا قلب همیشه اهمیتی بیشتر از مغز دارد. فردریک داگلاس، خطیب بزرگ و رهبر سیاه‌پوست آمریکایی در قرن 19، گفته می شود او مهارتی فوق‌العاده در ارتباط با مردم و تکان دادن قلبشان هنگام سخنرانی داشت. به گفته تاریخ نگاری به نام لرون برنت، او قادر بود حتی وقتی درباره برده‌داری، مسیحیت و اطاعت از خدا صحبت می کرد نیز مردم را ببیند و بخنداند و آنها را وادارد که هنگام تحقیر یک خدمتکار سیاه قساوت قلب اربابش و زجه‌های مادری را که از فرزندش جدا افتاده بشنوند. از طریق ارتباط او مردم می توانستند بگریند، نفرین کنند و برده‌داری را با تمام وجود حس کنند. ارتباط جمعی یا خصوصی. ارتباط با دیگران کاری نیست که حتما به گروهی از مردم و ارتباط با آنها نیاز داشته باشد و ممکن است به صورت فردی هم انجام شود. هرچه این ارتباط بین افراد قوی‌تر باشد فواید بیشتری نیز خواهد داشت. این یکی از مهمترین اصولی است که من طی سالها به کارمندانم آموزش دادم. زمانی که می گفتم مردم اهمیت نمی دهند شما چقدر می دانید مگر آنکه بدانند چقدر به آنها اهمیت می دهید، مدام قرولند می کردند. اما در این حال می دانستند که حقیقت جز این نیست. زمانی نزد مردم اعتبار کسب می کنید که با آنها ارتباطی عالی داشته باشید و نشان بدهید که به راستی قصد دارید به آنها کمک کنید. برای ارتباط با هر فرد زمانی خاص در نظر بگیرید. کلید ارتباط با دیگران شناخت این اصل است که در یک گروه باید با هر کس به صورت انفرادی ارتباط برقرار کرد. به اعتقاد جنرال نورمن شوارتزکوف، دیدم رهبرانی را که مقابل لشکری از سربازان ایستاده و همه را یکسان می‌بینند.
اما رهبران بزرگ در مقابل یک لشکر ایستاده و 44 نفر را جداگانه می‌بینند. 44 نفری که هر کدام آرزویی دارند. هر کدام از آنها می‌خواهند زندگی کنند و به خوبی انجام وظیفه کنند. این تنها راه برقراری ارتباط با دیگران است. به هر کس یک نمره 20 بدهید. یکی از بهترین کارهایی که میتوان برای دیگران انجام داد این است که از آنها انتظار بهترین را داشت. من این روش را 20 دادن به هر کس مینامم. این کار به او کمک میکند درباره خود بهتر فکر کند و در همان لحظه شما را یاری دهد. ژاک ویزل میگوید پژوهشی که درباره 100 میلیونر خودساخته انجام گرفت تنها یک نقطه مشترک را نشان داد. اینکه مردان و زنان موفق تنها خوبی های افراد را میبینند. بنجامین دیزرائیلی این نکته را درک کرد و آن را به کار بست و یکی از رازهای رفتارهای شخصیتیش همین بود. او یک بار گفت بزرگترین خوبی که در حق دیگران انجام می دهیم این نیست که داشته های خود را با آنها سهیم شد، بلکه این است که داشته های آنها را به خودشان نشان دهیم. اگر آنها را ارج نهید، تشویق کنید و کمک کنید تا به قابلیت هایشان برسند، با آنها ارتباطی درست و منطقی برقرار کرده. ارتباط قوی تر با چالش بیشتر همراه است. هرگز قدرت برقراری ارتباط با دیگران را دست کم نگیرید. اگر زندگی نامه فرماندهان بزرگ نظامی را خوانده باشید، متوجه می شوید که بهترین های آنها می دانستند چگونه باید با دیگران ارتباط برقرار کنند. من داستان یکی از آنها را در طول جنگ جهانی اول در فرانسه خواندم که ژنرال داگلاس مک‌آرتور قبل از حمله به فرمانده خود گفت سرگرد، وقتی علامت به هوا شلیک شد میخواهم شما زودتر از مردانتان حرکت کنید. اگر این کار را بکنید آنها نیز به دنبالتان خواهند آمد. سپس مک‌آرتور صلیب خدمات نمونه خود را از لباس فرم خود جدا و به یونیفرم وی وصل کرد. در واقع قبل از اینکه سرگرد برای کارش پاداشی بخواهد، خود مک‌آرتور پاداش شجاعتش را داد و سرگرد پیشاپیش مردانش حرکت کرد و آنها به هدفشان رسیدند. نتیجه برقراری ارتباط در محل کار. زمانی که مدیر در محل کار خود با کارمندانش ارتباط برقرار می کند، در بین کارمندان سازمان وجدان کاری و اخلاق به خوبی به چشم می خورد و هدف مدیر تحقق آرزوهای کارمندان خواهد بود. تأثیر آن باور نکردنی است و نتایج آن را می توان به گونه های دیگر مشاهده کرد. در روز بزرگداشت رئیس در سال 1994 در روزنامه‌ای یک صفحه کامل آگهی چاپ شده بود که مربوط به کارکنان شرکت هواپیمایی ساوت‌وست خطاب به مدیر عامل شرکت هرب کلر بود. متشکریم هر برای به خاطر داشتن نام همه ما، برای حمایت از خانه رانالد مکدانالد، برای کمک به حمل چمدان‌ها در روز شکرگزاری، برای شنیدن حرف‌های ما، برای اداره تنها خط هوایی بزرگ و سودمند، برای خواندن آواز در جشن تعطیلات ما، برای اینکه به ما اجازه دادی با لباس راحت و کتانی انجام وظیفه کنیم، برای اینکه تنها با یک چوب گلف در مسابقات کلاسیک لئو شرکت می‌کنی، برای شکست سم دانالدسون در صرافی، برای راندن موتورسیکلت هارلی دیویدسون به داخل مقر ریاست ساوت وست، برای اینکه دوست ما هستی نه رئیس ما. روز رئیس مبارک از سوی تمام 16,000 کارمند شما. تنها زمانی میتوان انتظار چنین صحنه ای را داشت که رئیس تلاش کرده باشد با کارمندانش رابطه خوبی برقرار کند. اهمیت پلهای ارتباطی بین خود و دیگران را به هیچ وجه دست کم نگیرید و در آخر به نقل از سخنی کهن برای هدایت خود از مغزت استفاده کن و برای هدایت دیگران از قلبت. همیشه قبل از تقاضای کمک از کسی روی قلب او اثر بگذار. پایان فصل 4. فصل 5. چگونه شنونده خوب باشی؟ با هر کس طوری برخورد کن که گویی مهمترین فرد در جهان است. زمانی ادگار واتسون به شوخی گفت هیچ کس به حرفت گوش نمی دهد مگر اینکه بداند نفر بعدی خود اوست. متاسفانه این فرایند در روابط انسان‌ها کاملاً مشهود است. آنها به قدری به دنبال پاسخ و نوبت خود هستند که نمی‌توانند به صحبت‌های طرف مقابل گوش کنند. اما افراد موفق می‌دانند که خوب گوش دادن در موفقیت‌هایشان اثری شگفت دارد. توانایی شنیدن ماهرانه یکی از پایه‌های ایجاد ارتباط سازنده با دیگران است. زمانی که لیندن بی جانسون یک سناتور تازه‌کار از ایالات تگزاس بود، بر سر دفتر کارش تابلوی با این مضمون نصب کرد: تا
زمانی که صحبت میکنید و گوش نمیدهید چیزی نمیاموزید. وقت خود را بیهوده تلف نکنید. مردم فقط آنچه را که دوست دارن میشنوند. و در این باره یکی از بزرگان نیز میگوید گوش یک رهبر باید با صدای مردم زنگ بخورد. ارزش گوش دادن. به فواید گوش دادن توجه کنید. گوش فرا دادن نشانه احترام به طرف مقابل است. اشتباهی که افراد اغلب در ارتباط با دیگران مرتکب می شوند این است که می کوشند در هر حال بر طرف مقابل تأثیر بگذارند و فردی باهوش، شوخ‌طبع یا سرگرم کننده جلوه کنند. اما اگر به دنبال ارتباطی خوب با دیگران هستید، باید روی آنچه آنان برای عرضه کردن دارند تمرکز کنید و مجذوب و تحت تأثیر باشید، نه جذاب و تأثیرگذار. به گفته رالف والدو امرسون، به هر کس که برمیخورم به نوعی از من برتر است و میتوانم چیزهای بسیاری از او بیاموزم. به گفته آندرو جید، همه چیز گفته شده ولی چون گوش شنوایی نبوده پیوسته باید آنها را از نو گفت. همیشه به این مسئله توجه داشته باشید و گوش کنید تا بتوانید در ارتباطاتتان موفق تر باشید. گوش دادن روابط را میسازد. بنابر توصیه دل کارنگی، نویسنده کتاب آیین دوستیابی و نفوذ بر مردم، شما در طول 2 هفته گوش دادن بیش از آنچه در طول 2 سال جالب بودن میتوانید دوست خواهید یافت. کارنگی به طور شگفت‌انگیزی در زمینه دوستیابی و ارتباطات با استعداد بود. او به این نتیجه رسیده بود افرادی که خودمحور بوده و مدام در مورد خود و علایقشان صحبت میکنند به ندرت قادر به برقراری ارتباط درست با دیگران هستند. دیوید شوارتز در کتاب معجزه فکر بزرگ میگوید افراد بزرگ گوش دادن را در انحصار خود در میآورند و افراد کوچک حرف زدن را. با تبدیل شدن به یک شنونده خوب قادر به برقراری ارتباط بهتر با دیگران خواهید بود، به ویژه در سطح بالاتر و مستحکمتر یا حتی عمیق‌تر، چرا که با این روش به نیاز طرف مقابل پاسخ دادید. به گفته نویسنده‌ای به نام نیل استریت، هر کس به فردی نیاز دارد که به خوبی به حرفایش گوش دهد. زمانی که آن شنونده مهم شما باشید، به آن فرد کمک کرده. گوش دادن آگاهی شما را بالا می‌برد. به گفته ویلسون میزنر، یک شنونده خوب نه تنها همه جا مورد توجه است، بلکه مدتی بعد دانش فراوانی درباره مسائل گوناگون کسب می‌کند. جالب است بدانید که هنگام گفتگو درباره دوستان و فامیل، شغلتان و محلی که در آن کار می‌کنید و حتی خودتان، چنانچه خوب گوش فرا دهید چیزهای بسیاری آموخته‌اید و به معلوماتتان افزوده شده است. اما هیچ کس به این مسئله توجه نمی‌کند. برای مثال یک بار داستانی درباره یک مربی تنیس شنیدم که مشغول آموزش به شاگردش بود. وی پس از مشاهده ضربه‌های شاگرد به او گفت که دیگر ضربه نزند تا جهت بهبود آنها شیوهی به او بیاموزد. اما هر بار که میکوشید نکات لازم را به شاگرد یادآور شود، وی حرف استاد را قطع میکرد و نظرات خودش را راجع به شکل مورد نظر بیان میکرد. پس از آن که شاگرد چند بار این حرکت را تکرار کرد، استاد به نشانه تایید سرش را تکان داد و گفته های او را تصدیق کرد. خانمی که شاهد ماجرا بود، پس از پایان درس پرسید: چرا با ایده های احمقانه آن مرد متکبر موافقت کردی؟ مربی خندید و پاسخ داد: از سالها پیش یاد گرفتم آموزش به کسی که فقط در پی دریافت انعکاس صدای خود است اتلاف وقت است. مراقب باشید به این حس دچار نشوید که همه چیز را می‌دانید. هرگاه چنین احساسی داشتی بدانید در خطر هستید، چون کسی که خود را در کاری متخصص و متبحر می‌داند به هیچ وجه گمان نمی‌کند که نیازمند یادگیری است. همه کسانی که بیشتر می‌دانند بیشتر گوش می‌دهند. مشکل عمده کسانی که از پست و مرتبه بالا برخوردارند این است که به ندرت به کسانی که با آنها در ارتباط هستند گوش می‌دهند. هر چه بالاتر بروید نیازتان به بقیه کمتر می شود، اما در واقع نیاز شما به تقویت مهارت خوب گوش دادن شما نیز بیشتر می شود. هر چه از خط مقدم دورتر باشید نیازتان به اطلاعات دیگران بیشتر است. تنها هنگامی که بتوانید مهارت گوش دادن را در خود پرورش دهید، قادر خواهید بود از اطلاعاتی که دیگران در اختیارتان می‌گذارند به خوبی بهره ببرید. در طول زندگی و هنگام کسب موفقیت‌های فراوان، هرگز نیاز به رشد و بقای خود را از یاد نبرید و به یاد بسپارید که گوش ناشنوا نشان دهنده ذهن بسته است. گوش دادن ایده خلق می‌کند.
شهرت شرکت‌های خوب در گوش دادن به افرادشان است. شرکت برینکر اینترنشنال صاحب رستوران‌های زنجیره‌ای مانند شیلی، رومانو، ماکارونی گری و سایر رستوران‌های زنجیره‌ای بر اساس گزارش مجله رستوران‌ها و مؤسسات از لحاظ مدیریت یکی از بهترین شرکت‌های زنجیره‌ای در زمینه خدمات غذا در ایالات متحده است. تقریباً 80% از مواردی که در فهرست‌های غذایی این رستوران‌ها مشاهده می‌شود، نتیجه پیشنهادات مدیران واحدها بوده است. هرچه برای شرکت‌ها سودمندتر و کارآمدتر باشد، برای تک تک افراد هم سودمند است. تا زمانی که برای شنیدن ایده‌های دیگران گوش شنوا دارید، هرگز ضرر نمی‌کنید. مردم عاشق کمک و همیاری هستند، به ویژه وقتی بفهمند در اعتبار آن شریک می‌شوند. اگر به افراد فرصت داده شود که شما را در تفکراتشان سهیم سازند و با روی باز پذیرای شنیدن ایده های برخواسته از ذهن بازشان باشید، میزبان جریانی از خلاقیت ها خواهید بود. و اگر ایده‌ای کارآمد نبود، باز با شنیدن آن میتوان به نحوی خلاقانه ایده های جدید آفرید. شما هرگز نمیدانید چقدر به یک ایده چند میلیون دلاری نزدیک هستید، مگر اینکه بخواهید گوش دهید. گوش دادن موجب حس وفاداری افراد نسبت به شما می شود. زمانی که شما به حرفای دیگران گوش نمی دهید، اتفاقی جالب رخ می دهد. دیگران این کار را برای آنها انجام می دهند. وقتی کارمندان، همسر، فرزندان، همکاران یا دوستان شما به این نتیجه برسند که برای حرفایشان ارزش قائل نیستید، به دنبال کسی می روند که به سخنانشان گوش دهد. و پایان یک دوستی از دست رفتن اقتدار در محل کار، کاهش نفوذ والدین بر فرزندان و از هم پاشیدن یک ازدواج از نتایج فاجعه بار آن است. پس رابطه تان را مستحکم‌تر و اطلاعاتی ارزنده‌تر کسب کنید و درک از خود و دیگران را افزایش دهید. از سوی دیگر، تمرین برای تقویت مهارت خوب گوش دادن موجب جذب دیگران می شود. همه افراد شنونده های خوب را دوست دارند و از بودن با آنها لذت می برند. و اگر شما همیشه شنونده خوبی باشید و برای دیگران ارزش قائل باشید، آنها نیز نسبت به شما وفادار خواهند بود، حتی زمانی که پستی رسمی نداشته باشید. گوش دادن روشی عالی جهت کمک به خود و دیگران. بنا به گفته راجر جی ایم هاف، اگر اجازه دهید دیگران به شما اعتماد کنند، شاید کمکی به حال شما نباشد، اما به حد کمک بزرگی به حال آنان است. ممکن است در نظر اول گوش دادن به دیگران تنها برای آنها مفید باشد، اما زمانی که شنونده خوبی میشوید، میبینید که برای خودتان نیز ارزنده و سودمند است، چرا که با این روش رابطتان را مستحکم‌تر کرده و اطلاعاتی ارزنده به دست میآورید و درک از خود و دیگران را بیشتر میکنید. اما زمانی که شنونده خوبی میشوید، میبینید که برای خودتان نیز ارزنده و سودمند است، چرا که با این شیوه رابطه‌تان را مستحکم‌تر کرده و اطلاعاتی ارزنده به دست آورده و درک از خود و دیگران را بیشتر میکنید. چگونه میتوان مهارت گوش دادن را پرورش داد؟ برای شنونده خوب بودن باید تلاش کنید که صداها را خوب بشنوید که به مهارت‌هایی در این زمینه نیاز است و به شما کمک می‌کند. در اینجا 9 راهکار برای تبدیل شدن به یک شنونده خوب پیشنهاد می شود. 1. هنگام گوش دادن به طرف مقابل نگاه کنید. همه فرایند گوش دادن با تمرکز و توجه به طرف مقابل آغاز می شود. هنگام تعامل با کسی نباید کار دیگر انجام داد، مانند کارهایی از قبیل ظرف شستن یا بسته‌بندی کاغذها و نگاه کردن به تلویزیون. زمانی را تنها به او اختصاص دهید و اگر وقت ندارید، در اولین فرصت این کار را انجام دهید تا شنونده خوبی محسوب شوید. 2. حرف طرف مقابل را قطع نکنید. بیشتر مردم نسبت به قطع شدن صحبت‌هایشان واکنش بدی نشان می‌دهند. این کار نوعی بی‌احترامی نسبت به آنها تلقی می‌شود. طبق نظر رابرت ال مونتگومری، نویسنده کتاب گوش دادن ساده است، پریدن میان صحبت دیگران همانقدر زننده است که لگد کردن پایشان. شاید کسانی که حرف دیگران را زیاد قطع می‌کنند، این کار را بنابر یکی از این علت‌ها انجام به قدر کافی برای آنچه طرف مقابل میگوید ارزش قائل نیستند. میخواهند نشان دهند که چقدر باهوشند و از درکی بالا برخوردارند. به قدری هیجان زده میشوند که اجازه ادامه صحبت به طرف مقابل را نمیدهند. اگر شما نیز به این عادت ناپسند دچار هستید، انگیزه خود را ارزیابی کنید و تصمیم به تغییر آن بگیرید. به مردم فرصت لازم را بدهید تا خود را ابراز نمایند.
و نگران نباشید که هیچ وقت نوبت به شما نمیرسد، چرا که زمانهایی که سکوت میکنید به حتم این فرصت را به شما خواهند داد که واکنشی مناسب نسبت به گفته های دیگران نشان دهید. 3. روی درک متقابل تمرکز کنید. آیا تا به حال توجه کرده که افراد چگونه آنچه را شنیدن خیلی زود فراموش میکنند؟ بنابر پژوهش‌های مؤسساتی مثل دانشگاه‌های ایالتی میشیگان و دانشگاه مینسوتا، افراد تنها قادرند 50% آنچه را شنیدن بیدرنگ به خاطر بیاورند و هر چه زمان میگذرد این قابلیت کمتر میشود. وقتی یک روز میگذرد این میزان به 25% کاهش مییابد. یکی از راه‌های مقابله با این وضعیت آن است که به جای تلاش برای حفظ مطالب بکوشیم آنها را درک کنیم. گوش دادن مؤثر به چیزی فراتر از انتقال کلمات نیاز دارد و لازمه آن درک محتوا و فهم چیزی است که بیان شده است. به هر حال محتوا در لغات موجود نیست، بلکه در میزان درک مردم نهفته است. 4. بیدرنگ نیاز طرف مقابل را مشخص کنید. بیشتر زنان و مردان خود را در مقابله با یکدیگر می‌بینند، چرا که اغلب در ارتباطات اهدافی متضاد دارند. آنها حاضر نیستند در ارتباطات نیاز طرف مقابل را در نظر داشته باشند. مردان همیشه به حل مسائل علاقه مندند و این نیاز آنها محسوب می شود. از سوی خانم ها به مشارکت در بیان مشکلات با دیگران علاقه مندند و از این رو دنبال راه حل نمی گردند و درخواستی به جز همدردی از شما ندارند. هرگاه بتوانید نیازهای افرادی را که با آنها در ارتباط هستید تشخیص دهید، آنگاه هدف آنها را از بیان موضوع فهمیده و آنها را درک می‌کنید. اگر میزان توجهتان به دیگران را افزایش دهید و پرسش‌های خود را با لحنی ملایم مطرح کنید، آنگاه از نحوه برخورد آنها با خود متعجب می‌شوید. 5. احساسات و عواطف خود را بشناسید. بسیاری از مردم کولهباری از احساسات رو با خود به هر سو میبرند که باعث میشود در برابر برخی افراد و موقعیت‌ها واکنش نشان دهند. زیگموند فروید میگوید مردی که دندان درد دارد نمیتواند عاشق شود. یعنی درد دندان به او اجازه فکر کردن و توجه به دیگری را نمیدهد. درست مانند زمانی که فردی در حال تیز کردن تبر خود است و سخنان دیگران با صدای تیز کردن تبر او محو میشود. هر زمانی که در حال گوش دادن به یک فرد دیگر به شدت منقلب شدید، احساسات خود را بررسی کنید. به خصوص اگر احساس شما نسبت به موقعیتی که در آن قرار دارید شدیدتر بروز کرده باشد. شما که نمیخواهید یک انسان بیخبر از همه جا را یک باره هدف خالی کردن احساسات درونی و آرام کردن اعصابتان کنید. در این میان اگر این ابراز احساسات مربوط به وقایع گذشته تان نباشد، باید به طرف مقابل اجازه بدهید که توضیحاتش را درباره عقاید و ایده ها و داوری هایش قبل از شما به پایان برساند. 6. زود قضاوت نکنید. برایتان پیش آمده که در حال شنیدن داستان شخصی باشید و پیش از پایان داستانش به آن واکنش نشان بدهید. همه تقریبا این تجربه رو دارند، اما واقعیت آن است که شما نمیتوانید همزمان هم شنونده خوب و هم یک قاضی خوب باشید. همیشه پیش از پاسخ دادن بکوشید به تمام صحبت‌های طرف مقابل گوش فرا دهید. در غیر این صورت شاید مهمترین مطالب را از دست بدهید. 7. صحبت‌های طرف مقابل را در فواصل طولانی جمع‌بندی کنید. صاحب نظران بر سر این موضوع توافق دارند که گوش دادن زمانی بیشترین اثر بخشی را دارد که فعالانه باشد. به نظر جان اچ ملچینگر درباره آنچه میشنوید نظر دهید و نظر خود را بیان کنید. برای مثال می توانید بگویید که هی، معلومه که این موضوع پر اهمیته. این کار شما را در حد یک شنونده خوب نگه می‌دارد. از این هم فراتر رفته و بگویید خیلی جالبه. اگر بیاموزید نظرات خود را به شکلی معنادار بیان کنید، طرف مقابل متوجه می شود که شما به او گوش داده و توجه دارید و اطلاعات بیشتری در اختیارتان قرار می دهد. یکی از راهکارهای گوش دادن فعال آن است که آنچه را طرف مقابل می گوید به فواصل طولانی جمع‌بندی کنید. زمانی که صحبت‌های طرف مقابل راجع به یک موضوع تمام شد، نکات اصلی صحبت‌هایش را پیش از آغاز بحث بعدی جمع‌بندی کنید و مطمئن شوید پیامش را به درستی دریافت کرده. موجب اطمینان بیشتر او به شما می‌شود و به شما در برقراری ارتباط بهتر کمک می‌کند. 8. برای فهم بهتر صحبت‌های طرف مقابل سوال کنید. آیا هرگز توجه کردید که خبرنگاران حرفه‌ای شنوندگان خوبی هستند؟ برای مثال باربارا والترز را در نظر بگیرید.
او به طرف مقابل نگاه می کند و بر سخنانش و درک آنها تمرکز کرده و هیچگاه شتاب زده قضاوت نمی کند. سپس شنیده هایش را جمع‌بندی می کند. مردم به او اعتماد دارند و حرفایشان را با او در میان می گذارند. اما او مهارت دیگری نیز دارد که به جمع‌آوری اطلاعات و درک طرف مقابلش کمک می‌کند. او نکات خوبی می‌پرسد. اگر می‌خواهید شنونده خوبی باشید یا حتی خبرنگاری خوب، باید به مردم نشان دهید که چقدر برایشان ارزش خواهید و سوالات خود را با آرامش مطرح کنید. آنگاه متعجب می‌شوید که چقدر به شما اطلاعاتی ارزنده می‌دهند. 9. همیشه گوش دادن به صحبت‌های طرف مقابل را در اولویت قرار دهید. در بهبود مهارت شنیداری مهم این است که بدون توجه به سطح اجتماعیتان همیشه گوش دادن را در اولویت قرار دهید. یک نمونه از مدیرانی که به رغم مشغله زیاد زمانی را صرف گوش دادن می‌کردند عبارتند از سم والتون، بنیانگذار والمارت و از ثروتمندترین مردان آمریکا. او به شنیدن صحبت‌های دیگران به خصوص کارمندانش اعتقادی عمیق داشت. یک بار که با هواپیمای اختصاصی خود به مونت پلزنت در تگزاس پرواز کرده بود، هنگام فرود آمدن دستورات لازم را به خلبان خود داد تا او را در 100 مایلی ملاقات کند. سپس بقیه مسیر را تا محل مورد نظر با کامیون والمارت طی کرد تا حرفای راننده کامیون را بشنود. این درسی برای همه ماست. بیشتر مردم این توانایی را بی اهمیت می‌دانند و اغلب فکر می‌کنند هنر گوش دادن آسان است و خود را شنونده خوب می‌دانند، اما در واقع بیشتر مردم فقط می‌شنوند و عده کمی گوش فرا می‌دهند. به هر حال هیچگاه برای تبدیل شدن به یک شنونده خوب دیر نیست و در آخر این کار می تواند در زندگی شما و دیگران تغییراتی قابل ملاحظه ایجاد کند. پایان فصل 5. فصل 6. چگونه می توان اعتماد دیگران را جلب کرد؟ زمانی که اعمالتان با حرفایتان یکی باشد، انسانها به شما اعتماد می کنند. استفان کاوی نویسنده کتاب پرفروش 7 عادت مردان مؤثر اهمیت صداقت در موفقیت افراد را این گونه بیان می کند. اگر من تلاش کنم که از راهکارهای نفوذ روی افراد استفاده کنم، مثلا اینکه بهتر کار کنن، انگیزه داشته باشن و یکدیگر را دوست بدارن، در حالی که از نظر شخصیتی دچار مشکل بوده و به عنوان یک فرد دورو و غیر قابل اعتماد شناخته شده باشم، آنگاه در بلند مدت نمی توانم موفق باشم. دروی من موجب بی‌اعتمادی دیگران شده و هر کار انجام دهم، حتی اگر مهارت‌های ارتباطی خوبی نیز داشته باشم، به عنوان بازی دادن دیگران تفسیر می‌شوم. به بیانی ساده، مهم نیست که چقدر بیان خوب یا نیت خیرخواهانه باشد. اگر اعتماد وجود نداشته باشد، هیچ شالوده‌ای نیز برای موفقیت با دوام وجود ندارد. تنها خوبی واقعی ارزش دارد. صداقت اساس موفقیت در تجارت و زندگی شخصی افراد است. بنابر پژوهش مشترک بین 2 دانشکده تحصیلات تکمیلی مدیریت دانشگاه UCLA و مؤسسه بین المللی کنفری نیویورک سیتی بر 1300 مدیر ارشد، 71% از آنها معتقد بودند که صداقت مهمترین ویژگی جهت موفقیت در کسب و کار است. و در پژوهش دیگری که در مرکز مطالعات خلاقانه انجام گرفت، مشخص شد اگر فردی برای ارتقا به پست‌های عالی در سازمان بر تمامی مشکلات و اشتباهات غلبه کند، اما صداقت نداشته باشد، به احتمال زیاد به مراتب بالاتر ارتقا نخواهد یافت. صداقت از مسائل کوچک شروع می شود. صداقت در ایجاد ارتباط بسیار مهم است و شالوده ای است که دیگر معیارهای موفقیت مانند احترام و اعتماد به نفس و اعتماد بر مبنای آن ساخته می شود. اگر شالوده صداقت ضعیف یا از اساس دچار مشکل باشد، موفقیت غیر ممکن خواهد. طبق نظر دوست نویسنده من شیریل بیل، یکی از حقایق زندگی این است که اگر نتوان در همه جوانب زندگی به کسی اعتماد کرد، حتی در یک موقعیت هم نمیتوان به او اعتماد داشت. حتی اگر کسانی قادر باشند عدم صداقت خود را تا مدتی پنهان کنند، سرانجام رسوا شده و روابطشان خدشه‌دار میشوند. حفظ صداقت از طریق توجه به مسائل کوچک امری حیاتی است. برخی به این نکته توجه ندارن یا فکر میکنن در رابطه با مسائل کوچک هر کاری که بکنن مهم نبوده و تا زمانی که اشتباه بزرگی از آنها سر نزده قابل چشم پوشی است. حالان که اصول اخلاقی انعطاف ناپذیر است، دروغ کوچک دروغ است و دزدی دزدی است، چه 1 دلار، چه 1000 دلار یا 1 میلیون دلار.
صداقت موجب می شود انسان شخصیت خود را برتر از منافع شخصی و مردم را برتر از اشیا و خدمت به دیگران را برتر از قدرت و اصول را برتر از راحتی و دید بلند مدت را برتر از نگرش کوتاه مدت قرار دهد. به گفته مبلغ مذهبی قرن 19 فیلیپس بروکس، شخصیت انسان‌ها در لحظه‌های کوتاه زندگیشان ساخته می شود. هرگاه یک اصل اخلاقی را نادیده می گیرید، یک ترک کوچک در شالوده راستی و صداقتتان ایجاد می شود و هنگام مشکل و سختی عمل کردن توأم با راستی به جای اینکه آسان تر شود، سخت‌تر می شود. شخصیت در جریان بحران ساخته نمی شود، فقط آشکار می شود. هرچه در گذشته انجام داده اید و چیزهایی که نادیده گرفته اید هنگام بروز بحران و مشکل خود را نشان می دهد. حفظ و نگهداری صداقت به توجه ویژه نیاز دارد. بنا به عقیده جاش وستون، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت داده پردازی خودکار، هرگز مرتکب عملی نشو که اگر فردا نمونه آن را در روزنامه خواندی ناراحت شد. این استاندارد خوبی است که همه ما باید در نظر داشته باشیم. صداقت ویژگی درونی است. یکی از دلایلی که اغلب مردم با مقوله صداقت مشکل دارند این است که در جستجوی ایرادهای خارج از خود می‌گردند، اما توسعه و ایجاد صداقت یک امر درونی است. سه واقعیتی که با باور مردم در تضاد است عبارتند از: 1. صداقت در موقعیت‌ها تعریف نمی‌شود. درست است که محیط و نحوه تربیت بر شخصیت ما به ویژه در دوران جوانی اثرگذار است، اما با رشد ما بر تعداد تصمیماتی که میگیریم چه خوب چه بد افزوده میشود. دو نفر شاید در یک محیط و حتی در یک خانواده رشد کنند، در حالی که یکی از آنها راستی و دیگری ناراستی را پیشه میکند. شرایط همانقدر در مورد شخصیت شما مسئولیت دارد که آینه در مورد چهره تان. آنچه شما میبینید انعکاسی است از آن چیزی که هستید. 2. مبنای راستی و صداقت اعتبارنامه نیست. در دوران باستان، آجرپزها، حکاکان و دیگر صنعتگران از نشانه‌هایی برای مشخص کردن ساخته‌هایشان استفاده می‌کردند که نمایانگر شخصیت آنها بود. ارزش کار بسته به مهارتی بود که برای ساختن آن نشانه به کار رفته بود و زمانی شخصیت شهرت پیدا می‌کرد که کیفیت کار بالا بود. به عبارت دیگر، کیفیت کار فرد به اعتبار او می‌افزود. چنانچه کار خوب بود، شخصیت خوب بود و چنانچه کار بد، شخصیت نیز بد به نظر می‌رسید. امروزه این مسئله درباره ما صادق است. شخصیت ما حاصل چیزی است که هستیم، اما برخی مردم علاقه‌مندند که قضاوت درباره آنها نه بر مبنای خودشان، بلکه بر مبنای مقام و سمت‌هایشان و بدون توجه به شخصیت ذاتی آنها انجام شود. دوست دارند دیگران را با اعتبارشان تحت تأثیر قرار دهند، نه با شخصیت واقعی خود. اما اعتبار هرگز جایگزین شخصیت نمی شود. در ادامه به تفاوت این دو توجه کنید. اعتبار گذراست، اما شخصیت دائمی است. اعتبار بر پایه حقوق فرد است، اما شخصیت بر پایه مسئولیت فرد. اعتبار برای تنها یک نفر ارزش دارد، اما شخصیت برای بیشتر مردم ارزش آفرینی می کند. اعتبار به موفقیت‌های گذشته توجه دارد، اما شخصیت آینده را می‌سازد. و در آخر، اعتبار اغلب موجب حسادت می‌شود، اما شخصیت احترام و صداقت ایجاد می‌کند. زمانی که مسئله اثرگذاری بر دیگران مطرح است، هیچ میزانی از القاب و درجات، دفاتر کاری، انتخاب شدنها، جایزه‌ها، مدارک تحصیلی و دیگر اعتبارات نمی‌توانند جایگزین صداقت شوند. صداقت با شهرت یکی نیست. به حتم یک شهرت خوب ارزنده است. حضرت سلیمان گفته است یک نام خوب خواستنی‌تر از ثروت و دارایی است. یک شهرت خوب بازتابی از شخصیت افراد است. اگر شخصیت خوب طلا باشد، داشتن صداقت مانند داشتن معدن طلا است. نگران نظر دیگران نباشید و به شخصیت درونی خود توجه کنید. به نوشته دی المودی، اگر مراقب شخصیتم باشم، شهرتم مراقب خودش خواهد بود. اگر شما با حفظ صداقت خود مشکل دارید و به رغم آن که کارهای بیرونی را به نحوی صحیح انجام می دهید اما نتیجه درست نمی گیرید، مشکلی وجود دارد و باید تغییراتی در خود بدهید. نگاهی به سوالات پیش رو بیندازید.
این سوالات ممکن است که کمک کند تا زمینه هایی را که به توجه بیشتری نیاز دارد شناسایی کنیم. 1. چگونه با دیگران رفتار می کنم؟ حتی وقتی می دانم چیزی آیدم نمی شود. 2. آیا در ارتباطات با دیگران صادق هستم؟ 3. آیا بر مبنای این که همراه چه فردی یا افرادی هستم نقش بازی می کنم؟ 4. آیا وقتی تنها هستم مانند همان موقعی هستم که مورد توجهم؟ 5. آیا راحت و بدون اصرار به اشتباهاتم اعتراف می کنم؟ 6. آیا به کارهای مردم بیشتر از کارهای شخصیم اولویت می دهم؟ 7. آیا اصول اخلاقیم مشخص است یا تابع شرایط و موقعیت‌ها تصمیم می گیرم؟ 8. حتی زمانی که قرار باشد انبال شخصیم هزینه شود، باز هم تصمیمات مشکل را اتخاذ می کنم؟ 9. آیا زمانی که قرار است درباره کسی صحبت کنم، مستقیم به خودش می گویم یا پشت سرش؟ صداقت بهترین دوست انسان است. صداقت بهترین دوست شماست. صداقت هرگز به شما خیانت نمی کند یا شما را در موقعیت های سخت قرار نمی دهد. صداقت اولویت های شما را به بهترین صورت برایتان حفظ می کند. زمانی که وسوسه می شوید راهی را انتخاب کنید، صداقت به شما کمک می کند تصمیم درست بگیرید. زمانی که از شما انتقادی نابجا می شود، صداقت حامی شما بوده و کمک می کند مسیر درست را تشخیص دهید و به راه خود ادامه دهید. و زمانی که انتقاد به جاست، موجب می شود انتقاد را پذیرفته و از آن درس گرفته و به کار ببندی. پس اگر شهرت مانند طلا باشد، داشتن صداقت مانند داشتن معدن طلاست. زمانی که اداره مملکت را به نفر بد واگذار می کنم، دوست دارم یک دوست با خود داشته باشم و این دوست خوب در درون من است. اینک بیشتر شما حدس می زنید که بهترین دوست سیاستمداران در زمان شکوفایی قدرتشان صداقت آن است. از این رو برای مثال دانالد تی فلیپس شرحی از آنچه که لینکلن رئیس جمهور آمریکا با آن مواجه بود بیان می کند. شاید ابراهام لینکلن بیش از هر کس دیگری که برای پست ریاست جمهوری اقدام کرد مورد تهمت، توهین، افترا و نفرت قرار گرفته باشد. آن زمان در مطبوعات او را با هر عنوان تصور ناپذیری خطاب کرده بود. القابی مانند میمون زشت، دیکتاتور، لوده و سایر توهین‌ها. نماینده ایالت ایلینز او را متقلب‌ترین و حیله‌گرترین سیاستمداری مینامید که مایه شرمساری دولت آمریکا شده است. این اتهامات نه تنها پس از به قدرت رسیدن او ادامه داشت، بلکه تنها از ناحیه جدایی طلبان ایالت‌های جنوبی نبود. این انتقاد از کابینه‌اش و کنگره برخی دسته‌های حزب جمهوری‌خواه برمی‌خواست. لینکلن آموخت که آنچه انجام می‌دهد مهم نیست و همیشه گروهی هستند که از او ناراضی باشند. در تمام این دوران لینکلن فردی اصولی و با مرام و با مسلک بود. صداقت یکی از بهترین دوستان است که همیشه نیز دوست شما خواهد ماند. زمانی که اطرافیان شما را فردی صادق و درستکار می‌شناسند، نگران انگیزتان از ارتباط با خود نیستید، چرا که می‌دانند ارتباط با شما موجب ارزش بیشتر زندگی آنها می‌شود و از نیت خیرتان مطمئن هستند. اگر طرفدار بسکتبال هستید، احتمالاً رد آورباخ رو میشناسید. او از سال 1967 تا 1987 رئیس و مدیر کل باشگاه بوستون سلتیک بود و به خوبی میدانست صداقت در کار گروهی چقدر اهمیت دارد. روش استخدام او با دیگر مدیران تیم‌های اتحادیه بسکتبال آمریکا متفاوت بود. هنگام انتخاب بازیکن جدید، آنچه برایش مهم بود شخصیت فرد مورد نظر بود. در صورتی که از نظر دیگران مهمترین مسئله عملکرد افراد است، او میکوشید دیدگاه‌های بازیکنان را بشناسد و میدانست بهترین بازیکن کسی است که بهترین عملکرد خود را در جهت منافع تیم به معرض نمایش بگذارد. بازیکنی را که قابلیت‌های فوق‌العاده اما شخصیت ضعیفی داشته باشد یا خواسته‌اش تنها ارتقای خودش باشد، به راستی نمی‌توان یک سرمایه در نظر گرفت. گفته می‌شود وقتی می‌توان انسان‌ها را شناخت
که نحوه برخوردشان را با یک کودک ارزیابی کنید، یا وقتی مشغول پنچرگیری ماشین هستند یا رئیسشان حضور ندارد و احساس می‌کنند کسی متوجه عملکردشان نیست. اما کسانی که راستی پیشه کردند هرگز نگران این موقعیت‌ها نیستند. مهم نیست که آنها کجا باشند، با چه کسانی باشند یا خود را در چه وضعیتی بیابند، چرا که همیشه استوار بوده و مطابق با اصول خود زندگی می‌کند. صداقت را سلوحه زندگی خود قرار دهید. شما در نهایت یا اعمالتان را بر اساس اصول مورد نظرتان اجرا می کنید یا اصولتان را تابع اعمال و عملکردتان می کنید. انتخاب با شماست. اگر قصدتان موفقیت است، پس بهتر از مسیر صداقت را پیش بگیرید، چون دیگر راه‌ها به بن‌بست می‌رسند و برای تبدیل شدن به فردی صادق اصول اخلاقی مورد نظرتان را دوباره پایه‌ریزی کنید. شاید مجبور شوید در این راه تصمیم‌های سخت بگیرید، اما ارزشش را خواهد داشت. وجودتان را به صداقت و اعتماد پذیری و رازداری بیارایید. صداقت با تصمیمی خاص و آگاهانه آغاز می‌شود. اگر انتظار یک لحظه بحرانی را می‌کشید تا آن وقت به سوی راستی و صداقت گام بردارید، خود را برای شکست آماده کردید. همین امروز زندگی خود را بر پایه صداقت شروع کنید و به خود قول دهید در هر شرایط از آن اصول سرپیچی نکنید. تصمیم بگیرید در هیچ شرایطی خود را نفروشید. بزرگی میگوید اندکند کسانی که توانایی مقاومت در برابر بالاترین قیمت پیشنهادی را داشته باشند. می توان برخی مردم را با پول خرید، چرا که آنها مسئله پول را قبل از وسوسه شدن پیش خودشان حل نکردند. بهترین راه برای حفظ صداقت این است که همین الان تصمیم بگیرید در هیچ شرایطی آن را معامله نکنید، نه به قدرت، نه به انتقام، نه به غرور و نه به پول. هر روز کاری انجام دهید که لازم است، نه اینکه مورد علاقه شما. بخشی مهم از صداقت انجام صحیح مسئولیت هاست. دوست من زیگ زیگلار میگوید اگر کارهای ضروری خود را به موقع انجام دهید، روزی خواهد آمد که بتوانید کارهای مورد علاقه تان را در زمانی که دوست دارید انجام دهید. ویلیام جیمز، فیلسوف و روانشناس، این عقیده را به طرزی قوی تر بیان کند. هر کس در طول روز باید دست کم دو کار انجام دهد که مورد علاقه اش نیست، تا تمرین کند که بتواند در مواقع ضروری آن را اجرا نماید. به واسطه صداقت می توانید آزادی را بهتر تجربه کنید، چرا که در دام استرس ناشی از تصمیم های غلط، تردید و گمراهی های حاصل از آن و خصوصیات منفی دیگر نمی افتید. نمی توانید طعم آزادی را بچشید، بلکه فقط خواهید توانست آزادانه با تأثیر بر دیگران بر ارزش آنها بیفزایید. صداقت دری را به سوی تجربه موفقیت‌های روز افزون می گشاید. اگر بدانید کجا ایستاده اید، وظیفه تان چیست و طبق اصول عمل کنید، دیگران هم به شما اعتماد می کنند. و در آخر شما الگویی از شخصیت و پایداری هستید که دیگران آن را ستایش می کنند و با این کار به سوی ارتباطات بهتر پیش می روید. پایان فصل ششم. فصل هفتم. مهمترین رابطه من کدام است؟ اگر در روابط خانوادگی موفق باشید، روابط دیگرتان آسان‌تر می‌شود. آیا می‌دانستید طبق آمار اداره کار، خانواده‌ها در ایالات متحده بیش از هر کشور صنعتی دیگر به سرعت فرو می‌پاشند و بالاترین آمار عدم حضور پدران در خانواده در این کشور است؟ طلاق در آمریکا راحت‌ترین قوانین جهان را دارد و مردم نیز هر روز بیشتر از دیروز از آن قوانین استفاده می‌کنند. برخی خانواده و زندگی زناشویی خود را به راحتی قربانی می‌کنند تا به موفقیت‌های مورد نظر خویش دست یابند. اما بیشتر مردم معتقدند امید به خوشبختی و شادکامی در قبال فروپاشی خانواده توهمی بیش نیست و نمی توانید با رها کردن زندگی مشترک یا نادیده گرفتن فرزندانتان به موفقیت برسید، زیرا بنای محکم پیوند خانوادگی و حفظ آن در هر زمینه از جمله کسب موفقیت در زندگی ما اهمیتی چشمگیر دارد. بیش از یک دهه پیش نیک استینت، متخصص خانواده، معتقد بود وقتی روابط خانوادگی قوی دارید، به این معناست که خانواده تان شما را بسیار دوست دارند و به شدت مورد توجه آنها قرار دارید و برای آنها مهم هستید. نیروهای مثبتی که از خانواده دریافت می کنید، مثل عشق، احترام، احساس و غیره، برای رویارویی با زندگی به شما نیروی دوچندان خواهند داد.
تلاش جهت با هم بودن. در ابتدای زندگی مشترکمان من و مارگارت به این نتیجه رسیدیم که به خاطر نوع شغل من که اغلب فرصت‌هایی برای سفر کردن دارم، هرگاه فرصتی فراهم شد که بتوانم به جاهای دیدنی و جالب بروم، بدون توجه به هزینه سفر، همسرم را هم با خود خواهم برد و در طول سال‌ها ضمن انجام مسئولیت‌هایم این ایده را هم به کار بستم. من و مارگارت همراه فرزندانمان الیزابت و جوئل پورتر به جاهای مختلف مانند پایتخت‌های اروپایی، جنگل‌های آمریکای جنوبی، شهرهای دیدنی کره، دشت‌های ناهموار استرالیا و سفرهای پرماجرای آفریقای جنوبی رفته و با افرادی شگفت انگیز از نژادها و ملیت‌های مختلف آشنا شدیم. ما این فرصت را داشتیم تا چیزهایی را ببینیم و کارهایی را بکنیم که در طول تمام زندگی خاطره‌اش در ذهنمان باقی خواهد ماند. من قبلا به این نتیجه رسیده بودم که هیچ منفعتی برای من در به دست آوردن تمام دنیا در مقابل از دست دادن خانواده‌ام وجود ندارد و می دانم که بدون مارگارت نمی توانم هیچ موفقیتی را در زندگی تجربه کنم. اما تشکر من از او و فرزندانم بابت چیزهایی نیست که به من ارزانی داشتند، بلکه بابت وجود خود آنها در کنارم است. زمانی که به پایان عمرم می رسم، انتظار ندارم مارگارت و الیزابت و جوئل پورتر از من به عنوان یک نویسنده خوب یا سخنران یا انسان یا رهبری خوب یاد کنند، بلکه افتخارم این است که بچه هایم مرا پدری خوب بدانند و مارگارت مرا همسری خوب به شمار آورند. این چیزی است که بیش از همه ارزش دارد. این معیار موفقیت واقعی است. گام های لازم جهت استحکام خانواده. ازدواج های خوب و پیوند های قوی خانوادگی لذت بخش است، اما خود به خود ایجاد نمی شود. دکتر آرسی آدمز که هزاران زندگی مشترک را در طی یک دوره 10 ساله ارزیابی کرده بیان می کند فقط 17% از زوجها واقعا خوشبختند. و جاربروز مدیر سابق مؤسسه ازدواج و روابط خانوادگی در واشنگتن دی سی می گوید سرانجام به این نتیجه رسیدیم که باید برای بازسازی بنیان خانواده ها که امنیت لازم را برای رشد فرزندان تامین می کنند به اصول بنیادین گذشته بازگردیم. اگر بخواهیم خانواده باثبات و ازدواج های سالم داشته باشیم، باید برای ساختن آنها بکوشیم. اگر خانواده ای دارید یا قصد تشکیل آن را در آینده دارید، به راهنمایی های پیش رو توجه کنید. این راهنمایی ها به ساختن خانواده مکسول کمک کرده است. پس باور کنید که می تواند به تحکیم خانواده شما نیز کمک کند. بیشتر از یکدیگر قدردانی کنید. من یک بار به شوخی گفتم خانه جایی است که وقتی افراد از خوبی به دیگران خسته شدند به آنجا می روند. متاسفانه برخی خانواده ها به همین صورت عمل می کنند. برای مثال یک فروشنده تمام روز را صرف احترام به ارباب رجوع می کند، حتی زمانی که نظرش را نادیده می گیرند. اما زمانی که به منزل می آید گستاخانه با همسرش برخورد می کند. یا یک پزشک تمام روزش را صرف مراقبت و توجه به بیمارانش می کند، اما در اثر خستگی زیاد با فرزندانش به تندی برخورد می کند. باید برای ساخت یک خانواده محکم و قوی خانه محیطی حمایتگر باشد. ویلیام جیمز روانشناس مشهور می گوید در وجود هر انسان از تولد تا مرگ اشتیاقی وصف ناپذیر برای مورد قدردانی واقع شدن وجود دارد. این احساس بهترین شخصیت را از درون افراد بیرون می کشد و وقتی که این قدردانی در منزل با عشق، افتخار و تشویق همراه شود، پیوندهای میان اعضای خانواده را مستحکم می سازد و خانه مأمن آرامش همگان می شود. تمام دنیا در مقابل از دست دادن خانواده هم بی ارزش است. شنیدم که برای جبران هر انتقاد منفی از اعضای خانواده باید 4 جمله مثبت را جانشین کرد. از این رو همیشه لازم است بر جنبه‌های مثبت شخصیت یکدیگر تمرکز و عشق بی‌قید و شرط خود را به دیگران ابراز کنیم، چه به صورت زبانی و چه غیر زبانی. بدین ترتیب خانه برای همه به محیطی سرشار از انرژی مثبت تبدیل می‌شود. طوری برنامه‌تان را تنظیم کنید تا زمان بیشتری را با خانواده بگذرانید. مشهور از خانه خانواده‌های آمریکایی همچون چهارراهی است که افراد حین انجام کارها و فعالیت‌های فراوان خود در آنجا از کنار هم می‌گذرند. این ایده درست به نظر می‌رسد، چرا که وقتی کودک بودم فرصت‌های بسیاری جهت سپری کردن اوقات خوش همراه با پدر و مادر و برادر و خواهرم داشتیم و با هم به مسافرت می‌رفتیم.
در صورتی که اکنون من به عنوان یک پدر به ندرت می توانم آن خاطرات را برای فرزندانمان زنده کنم. برنامه ریزی ما برای مسافرت و با هم بودن خوب بود، اما گاهی برای گذراندن زمان بیشتر کنار هم به خلاقیت نیاز بود. برای مثال وقتی بچه ها کوچکتر بودن اغلب می کوشیدم آنها را تا مدرسه برسانم و این فرصتی برای سپری کردن زمان با آنها بود. اما با وجود مشغله و گرفتاری های روزمره هم سرانجام به این نتیجه رسیدیم که برای با هم بودن باید به دقت برنامه ریزی کرد. هر ماه باید مدت زمان زیادی را صرف برنامه ریزی سفرهایم کنم و اینکه چه درسایی را بنویسم و درباره پروژه هایم فکر کنم تا بتوانم آنها را به اتمام برسانم و از این قبیل کارها که برنامه ریزی برای تمام ماه را شامل می شود. اما قبل از یادداشت تاریخ‌های کاری برای تمامی تاریخ‌های مهم خانوادگی برنامه ریزی می کنم. مانند مناسبت‌هایی از قبیل جشن تولد، سالگرد ازدواج، مسابقات ورزشی، برنامه‌های تئاتر، مراسم فارغ‌التحصیلی، کنسرت و صرف شام عاشقانه با همسرم. زمانی را نیز برای گفتگو با مارگارت و هر کدام از بچه‌ها در نظر می‌گیرم تا بتوانم ارتباطم را با همان استحکام قبلی ادامه دهم. بعد از اینکه برای همه این موارد برنامه ریزی کردم، برنامه کاریم را بر اساس آنها تنظیم میکنم. سالهاست که با این شیوه زندگیم را اداره میکنم و فهمیدم تنها میتوان با یک برنامه ریزی دقیق طوری عمل کرد که برای خانواده وقت کافی داشته باشم و در این بین به کارم نیز آسیبی وارد نشود. با بحرانها به گونه‌ای مثبت برخورد کنید. همه خانواده ها به گونه‌ای با مشکلات دست و پنجه نرم می کنند، اما نحوه واکنش هر کدام از آنها در مقابل این مشکلات متفاوت است و این طرز برخورد بین خانواده های مستحکم در مقایسه با خانواده های از هم گسیخته به طرزی معنیدار متفاوت است. متوجه شدم کسانی که در جستجوی موفقیتند به گونه‌ای از محیط خانه دوری می کنند. شاید فکر می کنند نمی توانند از پس مشکلات و حل آنها برآیند و ترجیح میدن اصلا با آنها روبرو نشوند، در صورتی که این راه حل مشکل نیست. آسانترین راه برای گریز از مشکل حل آنهاست. ام سکات پک، نویسنده کتاب مسیری که کمتر پیموده ایم، نظراتی جالب دارد. او در باب مشکلات و نحوه حل آنها میگوید در طول فرایند برخورد و حل مشکلات است که زندگی مفهوم پیدا میکند. مشکلات همچون دره میان موفقیت و شکست قرار دارد، چرا که عقل و شجاعت ما را می طلبد و عامل ایجاد شجاعت و خرد است. تنها علت رشد روحی و روانی ما نحوه مواجهه با مشکلات است، چرا که به واسطه آزار ناشی از رودررویی با مشکلات و حل آنهاست که راه و رسم زندگی را می آموزیم. به گفته بنجامین فرانکلین، هر چیز آزاردهنده آموزنده است. در متن پیش رو چند راهکار برای کمک در فرایند حل مسئله وجود دارد. به مشکل حمله کنید، نه به فرد. همیشه بکوشید حامی یکدیگر باشید و به خاطر بسپارید همه شما در یک طرف معرکه قرار دارید. بنابراین آشفتگی خود را بر سر مردم نریزید و به جای آن به مشکل حمله کنید. به دنبال کشف حقیقت باشید. هیچ چیز به اندازه قضاوت شتاب زده و نادرست هنگام بروز مشکل به روابط سالم آسیب نمی زند. انرژی جسمی و روحی خود را به دلیل یک اشتباه هدر ندهید و پیش از اقدام به حل مشکل مطمئن شوید که می دانید چه اتفاقی افتاده است. تمامی گزینه ها را فهرست کنید. ابتدا این کار شاید کمی سخت به نظر برسد، اما در این صورت به راحتی می توانید به ارزیابی موضوعات عاطفی و روحی بپردازید و از سوی اگر در مسیر کار به مشکل برخوردید، به کمک این فرایند می توانید به آن غلبه کنید. برای هر مشکل خانوادگی نیز دست کم به اندازه مشکلات حرفه‌ای و کاری خود زمان و انرژی صرف کنید. بهترین راه حل را انتخاب کنید. هنگام تصمیم برای حل یک مشکل همیشه این نکته را مد نظر داشته باشید که اولویت با انسان هاست. پس بر همین مبنا تصمیم گیری کنید. به دنبال نقاط مثبت در حل مشکلات باشید. دکتر پک میگوید مشکلات به ما فرصت رشد و شکوفایی میدهد. مهم نیست که آن لحظه اوضاع چقدر بد به نظر می آید، زیرا باز نقاط مثبتی بین آن همه مشکل دیده می شود.
عشق خود را ابراز کنید. مهم نیست چقدر اتفاقات بد افتاده و شما چقدر از این بابت دلخور هستید. به هر حال عشق به همسر و فرزندانتان را هرگز درون خود محبوس نکنید. باید احساسات خود را بابت اتفاقات پیش آمده بیان کنید و به عشق و محبت بی‌قید و شرط خود نسبت به آنان ادامه دهید. نکته آخر مهمترین نکته است. اگر عشق و محبت خانواده همواره همراه و پشتیبان شما باشد، غلبه بر هر گونه مشکل و سختی آسان است. براز موفقیت نیز همین است. ارتباطات خود را همیشگی کنید. بر اساس مقاله‌ای در روزنامه دالاس مورنینگ، به طور متوسط زوجهایی که بیش از 10 سال از زندگی مشترکشان می‌گذرد، در هفته تنها 37 دقیقه زمان برای با هم بودن و ارتباط معنادار صرف می‌کنند. به سختی میتوان این آمار را باور کرد، چرا که با آمار آمریکایی‌ها که 5 برابر این زمان را صرف دیدن تلویزیون می‌کنند، قابل مقایسه نیست و از این رو جای تعجب نیست که بیشتر ازدواج‌ها با مشکل روبرو می‌شوند. ارتباطات خوب نیز مانند هر چیز دیگر به استحکام نیاز دارد که لازمه آن زمان و توجه است. برای کمک به چگونگی برقراری این گونه ارتباطات، پیشنهادهایی برایتان داریم. به دنبال دلایل ایجاد ارتباط باشید. یافتن دلیل برای ایجاد ارتباط به خلاقیت نیاز دارد. به همراه خانواده به پیاده روی بروید تا بتوانید بیشتر با هم صحبت کنید. در طول روز چند مرتبه با همسرتان تلفنی صحبت کنید و هفته 1 بار برای نهار بیرون بروید. برای برقراری ارتباط بهتر و زمان لازم جهت گفتگو با فرزندانتان، آنها را به پیست دوچرخه سواری یا زمین بازی ببرید. برقراری ارتباط همه جا امکان پذیر است. عواملی که ارتباط سالم را تهدید می‌کند، کنترل کنید. تلویزیون و تلفن اغلب بیشترین عامل جهت عدم برقراری ارتباط در خانواده است. اگر زمان استفاده از آنها را محدود کنید، از وقت چشمگیری که عایدتان می شود متعجب می شوید. صداقت و شفافیت را سلوحه روابط خود قرار دهید. در یک خانواده طبیعی و سالم اختلاف عقاید وجود دارد. همیشه افراد خانواده را به اظهار نظر ترغیب کنید و هرگز آنها را مورد انتقاد یا تمسخر قرار ندهید. شیوه ارتباطی مثبت را مد نظر داشته باشید. آگاهانه شیوه ارتباطی خود را با خانواده انتخاب کنید. ممکن است این شیوه مانع برقراری روابط افراد با یکدیگر شود. اگر از هر روشی به جز روش دوستانه همراه با همکاری دو جانبه استفاده می کنید، فوری آن را تغییر دهید. ارزش‌های مشترک داشته باشید. امروزه خانواده ها برای اولویت ها و ارزش ها اهمیتی قائل نیستند. ویلیام کیلپاتریک، استاد دانشگاه کالج در بوستون میگوید این که برخی میگویند والدین حق ابراز علایقشان را به فرزندان ندارند یک افسانه است و این که فرزندان خود باید ارزش آفرینی کنند نیز یک عقیده تعصب آمیز است، چرا که روشن از کودکان اقبال کمی در این زمینه دارند. آیا این که پدران و مادران نقش ناظران خونسا را ایفا کنند، در حالی که همه از نمایشنامه نویسان گرفته تا بازیگران، تبلیغ کنندگان تا کارشناسان تنظیم خانواده روی فروش ارزش‌هایشان به کودک اصرار دارند، با عقل سلیم جور در می آید؟ ارزش‌های مشترک موجب استحکام روابط شده و برای رشد بچه‌ها مفید است. بنابر پژوهشی از مؤسسه جستجو در خانواده‌هایی که فقط یکی از والدین حضور دارند اما به ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی پایبندند، پیشرفت کودکان آنها 2 برابر کودکان است که در وضعیت مشابه هیچ ارزشی را در نظر ندارند و آنها را نمی‌آموزند. نکته جالب این است که مهم نیست ارزش‌ها مثبت باشند یا منفی، بلکه مورد توجه بودن مهم و کارساز است. بهترین راه برای کسب ارزش‌های مشترک در خانواده این است که آنها را بشناسید. اغلب خانواده‌ها این تجربه را ندارند، اما برای زندگی کردن بر مبنای این ارزش‌ها شناخت آنها ضروری است. 5 ارزشی که در خانواده مکسول تعریف شده است برایتان بیان می‌کنم تا از گفته‌هایم ایده بگیرید. 1. مسئولیت نسبت به خدا. 2. مسئولیت مقابل رشد فردی و خانوادگی. 3.
تجربه های مشترک معمول. 4. اعتماد به دیگران و خودمان. 5. تمایل به همکاری در زندگی. به حتم ارزش های مورد نظر شما با ما متفاوت خواهد بود، اما در هر صورت باید آنها را تعریف کنید. اگر تا کنون این تجربه را نداشتید، تصمیم بگیرید درباره آنها با همسر و فرزندانتان صحبت کنید. اگر سن فرزندانتان مناسب است، آنها را نیز در فرایند شناسایی ارزش‌ها دخالت دهید. یک جلسه مباحثه ترتیب دهید و از این که نقش معلم یا الگو را برای خانواده بازی کرده و ارزش‌ها را به آنان یادآور می‌شوید، احساس بدی نداشته باشید. در ضمن بدانید که اگر این کار را نکنید، شخص دیگری آن را انجام می‌دهد. زندگی مشترک خود را بازسازی کنید. در نهایت اگر ازدواج کرده اید، بهترین کاری که می توانید در جهت استحکام خانواده تان انجام دهید این است که رابطه تان را در زندگی مشترک بهبود دهید و در نهایت نیز اثر مثبت آن را روی فرزندانتان خواهید دید. طبق نظر دوستم جاش مکدابل، بهترین کاری که یک پدر برای بچه هایش انجام می دهد آن است که مادر آنها را دوست بدارد، و بهترین کاری که یک مادر میتواند برای فرزندانش انجام دهد این است که پدر آنها را دوست بدارد. در بیشتر ازدواج‌ها فداکاری و گذشت حلقه گم شده است. ازدواج‌ها ممکن است به دلیل عشق صورت پذیرد، ولی جدایی‌ها به دلیل عدم تعهد اتفاق می‌افتد. دکتر آلفرد کینزی، پژوهشگر روابط زناشویی، با انجام پژوهشی بر 6000 ازدواج و 3000 طلاق بیان می‌کند هیچ چیز در زندگی زناشویی مهمتر از تصمیم برای تداوم زندگی مشترک نیست. در این شرایط فرد خود را ملزم به گذشت و تطبیق در زندگی می‌داند، و اگر این احساس مسئولیت نباشد، رابطه به جدایی می‌انجامد. اگر می‌خواهید به همسر و فرزندان خود کمک کنید برای ساخت و استحکام زندگی مشترک بکوشید. پات ریلی، مربی NBA، میگوید اگر بتوانی زندگی خانوادگی را تا مدت طولانی حفظ کنی، میتوانی موفقیت را هم تا مدت طولانی در آغوش بگیری. هر چیزی اولویت خود را دارد. اگر زندگیتان رو به راه است، قادر به انجام هر کاری هستی. بیشک موفقیت‌های شخصی و خانوادگی به هم وابسته است. ساخت روابط محکم خانوادگی نه تنها پشتوانه موفقیت‌های بعدی است، بلکه به زندگی نیز معنای دیگر می‌بخشد. من معتقدم افراد به ندرت بدون خانواده مثبت و حمایتگر موفق بودند. هر قدر هم که موفقیت‌های افراد زیاد باشد، به نظر من وقتی کارشان را بدون بهره‌گیری از این گونه روابط نزدیک انجام می‌دهند، گویی چیزی درون آنها گم شده است. درست است که برخی افراد به ظاهر مجرد و تنها هستند، اما واقعیت ندارد، چرا که یک خانواده خوب به شما کمک می کند هدفتان را شناخته و توانایی هایتان را تقویت کنید و از سفر زندگی به گونه باورناپذیر لذت ببرید. پایان فصل 7. فصل 8. چگونه می توان هم به مردم خدمت و هم آنان را رهبری کرد؟ باید عشق به مردم را بیش از جایگاهتان دوست بدارید. اگر زمانی که به واژه خدمتگذاری فکر می‌کنید، آن را کاری بدانید که افراد با مهارت کم و در رده‌های شغلی پایین انجام می‌دهند، باید گفت برداشتتان غلط است. روحیه خدمتگذاری به موقعیت و مهارت بستگی ندارد، بلکه مربوط به نگرش و دید افراد است. بیشک افرادی را در این شغل دیدید که نگرش خوبی نسبت به آن ندارند، مانند کارمندان بی‌ادب در ادارات دولتی، گارسونی که رغبتی برای گرفتن سفارش از شما ندارد، یا فروشنده‌ای که به جای کمک به شما به مکالمه تلفنی خود با دوستش ادامه می‌دهد. همان گونه که می‌توانید عدم کمک یک کارگر به دیگران را احساس کنید، قلب خدمتگزار را نیز می‌توان به راحتی تشخیص داد. و حقیقت جز این نیست که بهترین رهبران نسبت به دیگران حاضر به خدمتگزاری هستند و فقط به فکر خود نیستند. چگونه می‌توان فردی با روحیه خدمتگزاری را مجسم کرد؟ در پاسخ باید گفت یک رهبر خدمتگزار نمونه از ویژگی‌های زیر برخوردار است. 1. یک رهبر نمونه دیگران را بر خود مقدم می‌دارد. اولین نشانه فردی خدمتگزار این است که بتواند علایق دیگران را بر خود مقدم بدارد. این به معنای انجام ندادن وظایف خود نیست، بلکه به معنای آن است که نیازهای دیگران را شناخته و برای کمک به آنها حاضر است خواسته هایش را مقدم بر هر چیزی بداند. 2. یک رهبر نمونه به خدمت کردن اعتقاد دارد.
ماهیت واقعی خدمتگذاری امنیت است. اگر کسی را به من نشان دهید که حس کند خدمت اهمیت چندانی ندارد، به شما ثابت می‌کنم آن فرد در زندگی و کارهای شخصیش متزلزل و بی‌ثبات است. برخورد ما با دیگران در حقیقت انعکاسی از طرز فکر ماست. بنا به گفته فیلسوف و شاعر اریک هافر، جالب است که احساس ما نسبت به همسایه‌مان مثل احساس به خود است. آنها را مانند خود دوست داریم و همان کاری را نسبت به آنها انجام می دهیم که نسبت به خودمان. وقتی از خود متنفریم، از آنها هم متنفریم، و زمانی که خود را تحمل می کنیم، دیگران را هم همینطور. و وقتی خود را می بخشیم، دیگران را هم می بخشیم. ریشه تمامی مشکلات در جهان عشق به خود نیست، بلکه نفرت از خود است. فقط رهبران استوار قادرند به دیگران نیرو و قدرت بدهند و حقیقت آن است که تنها مردم استوار قادرند خدمتگزار دیگران باشند. 3. یک رهبر نمونه اساس را بر خدمت به دیگران می‌گذارد. همه افراد به اجبار خدمت رسانی می‌کنند و بعضی هم در مواقع بحرانی مجبور به این کار می‌شوند. اما به خوبی میتوان به نیت قلبی کسی که خدمت رسانی میکند آگاه شد. رهبران بزرگ هنگام نیاز فرصتها را از دست نداده و بدون هیچ چشم داشتی به دیگران خدمت میکند. 4. یک رهبر نمونه به فکر موقعیت و جایگاه خود نیست. موقعیت و جایگاه برای رهبران خدمتگزار مهم نیست. وقتی کلونل نورمن شوارزکوف، یکی از سرداران جنگ، به میدان مین قدم گذاشت، موقعیت اجتماعیش آخرین چیزی بود که ممکن بود فکرش را به آن مشغول کند. قصد او کمک به دیگران بود. جایگاه رهبری به او این احساس وظیفه را برای خدمت کردن داده بود. 5. یک رهبر نمونه خدمت به دیگران را با عشق و علاقه انجام می دهد. روحیه خدمتگذاری با نیت تسلط بر دیگران یا برتری بر آنها سازگاری ندارد. نیروی لازم برای خدمتگذاری عشق است و در پایان به میزان تأثیر و روابط شما با آنها بستگی دارد. و همچنین میزان توجه و اهمیتشان. از این رو خواست قلبی رهبران برای خدمت در این امر بسیار مهم است. چگونه میتوان فردی خدمتگذار بود؟ برای تقویت روحیه خدمتگذاری باید به توصیه‌های زیر عمل کنید. 1. از کارهای کوچک شروع کنید. آخرین باری که از سر لطف و مهربانی برای کسی کاری انجام دادید چه موقع بوده است؟ از کسانی شروع کنید که ارتباطی صمیمانه‌تر با شما دارند، مثل همسر، بچه‌ها و والدین. از همین امروز راه‌هایی پیدا کنید که با انجام کارهای کوچک به آنها نشان دهید چقدر برایتان ارزشمند هستند. 2. در میان جمعیت به آرامی حرکت کنید. من این درس بزرگ را از پدرم آموختم و آن را حرکت آرام میان جمعیت نامیدم. در آینده زمانی که با ارباب رجوع و همکاران یا کارمندان در جمعی حضور داشتید، با گردش و صحبت بین آنها با افراد ارتباط برقرار کنید. با هر کس که ملاقات می کنید بر ویژگی های مثبت او تمرکز کنید و اگر اسمش را نمی دانستید آن را یاد بگیرید. سعی کنید نیازهای افراد، خواسته ها و علایق آنها را در برنامه کاری خود شناسایی کنید و زمانی که به خانه رسیدید از کارهای سودمندی که انجام داده اید یادداشتی برای خود تهیه کنید. در واقع افرادی که میخواهند بزرگ شوند باید مانند کوچکترین ها بوده و به دیگران خدمت کنند. پیش به سوی عمل. اگر به اندازه کافی انگیزه خدمت رسانی در وجودتان نیست، بهترین کار آن است که به خدمت رسانی به دیگران اقدام کنید. زمانی که خدمت رسانی را با جسم خود شروع کنید، خود به خود قلبتان مشبق جسم خواهد شد. در آغاز در یک مؤسسه خیریه یا سازمان اجتماعی به مدت 6 ماه ثبت نام کنید و اگر باز آمادگی لازم را پیدا نکردید، در پایان دوره دوباره ثبت نام کنید تا زمانی که قلبتان خود به خود تغییر کند. وقتی نوبت به کمک به دیگران میرسد، قلبتان کجاست؟ آیا دوست دارید برای رسیدن به قدرت و فواید آن رهبر باشید یا انگیزتان کمک به دیگران است؟ اگر واقعا مایلید رهبری باشید که مورد تایید مردم است، باید خدمت به دیگران را با خود حل و فصل کنید. اگر نگرش شما این است که به جای خدمت رسانی به شما خدمت کنند، ممکن است به دردسر بیفتید. چرا که کسانی که قصد دارند در آینده انسانهای بزرگ شوند، باید روزی کوچک بودن و کمک به دیگران را تجربه کنند. آلبرت شوایتزر سخنی عاقلانه دارد.
من از سرنوشت شما بی اطلاعم، اما به خوبی می دانم کسانی واقعا خوشبخت و خوشحال می شوند که راه خدمت به دیگران را آموخته باشند. در آخر اگر می خواهید در بالاترین حد ممکن به موفقیت برسید، باید در نازلترین سطح به دیگران خدمت کنید و این بهترین راه برای برقراری ارتباط با پیرامونتان است. پایان فصل 8.